Ran dostanu salamuna ve ihtiramuna hıraklas dispino haberu programta hila da çi jur khushala u bariali u si stasu pa khidmat ki da afghan payam televizyoni khabarona da po tola nari ki khabari ki hila da çi jur u khushala u si stasu pa khidmat ki da afghanistan po pekhu ba inshallah sara gigu dostani aziz arzi salam ve ihtiram khidmat fard fard امیدوار هستیم خوش و سر حال باشید. از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان بخش سخنی اوریان در خدمت قرار داریم و بالای اوضاع جاری افغانستان انشاءالله صحبت خواهیم کرد. طوری که میدانین انتخابات در افغانستان سر زبان هاست و اخبار احتوا داشته و برای 5 سال آینده رئیس جمهور قرار است تحت پایه‌های دموکراسی واردی ایالات متحده آمریکا با افغانستان برپا شد و یک رئیس جمهور 5 سال آینده باید روی کار بیاید و انتخاب گرده با آرای مردم افغانستان. تا جایی که میدانیم و اعلان شد 35 میلیون آدم در افغانستان به سر میبرند، از زمره 16 میلیون واجد شرایط رای دهی هستند و زمره 16 میلیون 1,050,000 آدم رای دادن سپردن و در میان 17 کاندید باید 1,050,000 رای تقسیم شود. طوری که اخبار حاکی هست آقای عبدالله و آقای اشرف غنی صاحب در رأس قرار دارن جمع آقای گلبدین حکمتیار، مگر تا این دم معلوم نیست که برنده دور اول خواهد بود، آیا انتخابات به دور دوم کشانیده خواهد شد یا نخواهد شد. به هر حال در سراسر افغانستان مردم در می حدود 1 میلیون آدم به صندوق های انتخاباتی رفتن و رای خود استعمال کردن و تا جایی که ما از بعض دوستا خبر شدیم و یا تلفن میزنیم و صحبت صورت میگیره، در حدود 1 میلیون آدم در همین دولت افغانستان مامور و کاریگر داره و مستخدمین دارن و اونا به حساب وادار شدن تا رای خود استعمال کنن و یقینا شما میدانین وقتی در همین حکومت موجوده 5 سال گذشته یک والی یا یک حاکم یا قاضی یا علاقدار مامور باشه و مستخدم باشه، یقینا اونا دیگرها را هم وادار می سازن تا بر همی حالت موجوده رای خود استعمال بدارن. مشکل مردم افغانستان البته لاینحل باقی می مانه که استخدام است و یک لبنان خانه و کاشانه. همی حکومت موجوده توسط ناتو تحمیل میشه و دموکراسی در رگ رگ همی دولت تزریق شده و دلار امریکایی با خود دموکراسی را آورده و بالاخره تحت عنوان دموکراسی یک اتکای سراسری حکومت افغانستان با کمک های بیرونی، کمک ها و تعاون و به اگستاب امنیت و تأمین امنیت توسط قوای اجنبی در افغانستان، تجهیزات نظامی و لوجستیکی دیگرها طوری که اونا اعلان میدارن برای بقای امی حکومت مصرف میشه. شما طوری که اعلان شده 350,000 قوای امنیتی و عسکری و نظامی داره افغانستان و بالاخره مامورین دولت و ارگان دولت در مجموع مامورین ملکی داره، 34 ولایت هست و در هر ولایت والی و علاقدار و حاکم داره و بالاخره افغانستان به می ترتیب به می نحو مسائل در افغانستان به پیش میره. و یک چیزی را که ما خرسند شدم که چی از لحاظ امنیتی مردم به صندوق های انتخاباتی نرفتن و یا ایره دانستن، حداقل مردم افغانستان درک کردن که آرای از اونا شمرده نمیشه و امیرم درک کردن که اگر به صندوق ها برن همچون صندوق های سابقی که برای حامد کرزی
رای دادن از بون تا دو دوری حامد کرزی و بعدن برای اشرف غنی و عبدالله عبدالله که گویا یکی به ارگ ریاست جمهوری داخل شوند و زمام حکومت به دست داشته باشه، بالاخره یک وزیر خارجه از یک ملک راه های دور 10,000 مایل که بالای مقدرات ما خود تحمیل ساختن و دروغین یک دموکراسی رو وارد ساخته، باز دو شخص تقریبا برنده در انتخابات با خود میکشانه و اونا را در انتخابات به حساب برنده اعلان میداره و یک حکومت تحمیلی تحت عنوان حکومت وحدت ملی از او اعمار می داره و عجین می سازه دو نفره و بالاخره افغانستان در طول 5 سال 45,000 افراد نظامی خود از دست داده، طوری که خود رئیس جمهور اعلان داشت و تعداد کثیری جان باختن و روزی نیست که خون افغان ریخته نمیشه و افغان گرسنه نمیشه و افغان با مواد مخدر رو نمی آوره و افغان در زیر سلطه یک حکومت فاسد غیر مردمی قرار نداره. اولاد افغان گرسنه است، مریض است، علیل است، بی سواد است، گدایگر شده. یعنی در حالت مردم افغانستان به نتیجه امی حکومت که تحت عنوان وحدت ملی در اونجا عبدالله و اشرف غنی دو زعیم بر حال 5 سال گذشته قرار داشتن، بسیار حالت بدی داره. اگر از وضع مردم افغانستان موجودی کنین، نمیدانم از حالت زار چی برای شما بگیریم. یعنی افغانستان در زیر یک توطیه بسیار خطرناک ابرقدرت چون ایالات متحده امریکا قرار داره و امروز میخواین آهسته آهسته افغانستان هم معتاد بسازه و مواد مخدر که زیر پل و پلچک و در منازل خود خمار افتاده باشن و با مواد مخدر روی بیاوره. افغانستان یک مزرعه مواد مخدر بیش نیست و از امون طریق امرار حیات میداره، مواد مخدر قاچاق میشه و همی کشورهای اشغال در فارمسی های از اینا، در فابریکات دواسازی از اینا خلاصه میشه و از اون منفعت میبرن، سود میبرن. افغانستان میخواین مخمور باشه، بی خود باشه، بی حس باشه و همچنان با دلار و پول و کمک های بادآوردی بی حساب معتاد ساختن و می حکومتداری فاسده که چونجا حساب و حسابداری نیست، هر جنایتی را، هر فسادی را مرتکب میشین بازخواست نیست، با او معتاد ساختن. با می بیامنیتی ها و حالت زار مردم افغانستان اونا مایی خید، امین آب خید کرده میره، گفته ما افغانا و مایی های خود میگیره و برای اهداف طویل مدت خود و در امی 18 سال هیچ چرمغان نداشته، سیکیوریتی ندارین، سیکیوریتی غذا ندارین، لباس ندارین، محل بودو باش ندارین، از هر جهت از صحت مردم افغانستان که واقعا مریض و علیل هستن روحان و جسمان. افغانستان مطلق زیر یک سلطه قرار داره، در همه توی یک حالتی که 5 سال اگر مقانی بسیار بده برای مردم افغانستان داشت، باز هم انتخابات دروغین تحمیل میشه و وزیر خارجه ایالات متحده امریکا مایک پامپیو تلفون بر میداره برای مزدور خود در اشرف غنی در تلفون میگه و عکس از اونا رو که دیدم بسیار خجالت آور بود، برای از او امر میکنه که انتخابات باید شفاف باشه و این وزیر خارجی ایالات متحده امریکایی را نمیگه که آیا انتخابات در همین تو حالت لازم است، صورت گرفته میتونه، ظروف دارین ندارین برای انتخابات و از یک کشوری که وجب وجبی از او در جنگ قرار داره و حتی خود کمیسیون انتخابات کفایت نداشت که همون مواد انتخاباتی را به سراسر افغانستان برسانه، با او که وسایل چون هلیکوپتر و هواپیما و اینا داره به بیشتری مناطق هم حتی صندوق و هم ماشینای بایومتریک نرسیده بود.
و اگر هم رسیده بود کار نمیداد. و بالاخره همو محلات خالی بود. در بعض جا راپور رسیدم و از رسانه ها شنیدم که همو مامورین کمیسیون انتخابات نشسته مگر یک آدم هم داخل نمیشه. انتخابات به می ترتیب صورت گرفت. از لحاظ فیصدی اگر حساب کنین در حدود 4 یا 5% مردم اگر رفته باشه، اونا هم مامورین دولت افغانستان بودن که وادار ساخته شدن. و حتی برای از اونا متوجهی که دیدم که اگر تذکری شما تکر نداشت برای ماش خود اینجا نبیاین نزد ما، که ماش شما حواله نمیشه. حتی در محلات لوگر ما شنیدم از یکی که اونا گفتن اگر ما به صندوق انتخابات بریم رای خود استعمال کنیم، یعنی ما در حقیقت خیانت ملی را انجام میتیم. بنان بعضی ها دو تذکره رفته و رشوه داده و دو تذکره گرفته که در یکی از او استکر است و در یکی دیگه ایش استکر وجود نداره. به این حالت مردم وادار شده برای امرار حیات و معیشت خود که همی 1 میلیون نفر هم تقلبی رفتن. در حقیقت بالای از اینا یک فشار واردی همی حکومت بود که تذکره های شما استکر باید داشته باشه. بنان ما از مردم افغانستان خود تشکر میکنم که همی حقیقت درک کردن و اگر جبر هم بالایشان بود باز هم و همی صندوق های خدا و دروغ و دامی که برای بربادی افغانستان بیش نبوده مراجعه نکردن، چشمشان صدقه. و کسایی که وادار شدن و یا شوقی در حقیقت چون امرولای سالی و از دیگرها رفتن و مست و مستان برای امیال شخصی خود مراجعه کردن و ای که حزبشان مطرح از سمتشان و دروغین، امی امرولای سالی را اگر بعقب بریم 5 سال قبل در جناح دکتر عبدالله قرار داشت و با خیابانها روی آورد و زده اشرف غنی مظاهره میکردن. در اونجا دوستم دوست اشرف غنی بود و برای دکتر اشرف غنی کمپین میکرد و ازبک و ترکمن مخاطب ساخت در یک جمع، در یک گرد همایی، یک مجموعه بسیار بزرگی از اونا. اگر شما برای اشرف غنی رای نتین شما خائن هستید. این را باید دارین دوستان محترم. از این کسایی که در رأس برای ریاست جمهوری کندید هستن امتحان خود دادن و متاسفانه بگویم امینا در رأس قرار دارن و یکی از اینا باید گماشته شود. جمع انجینیر گلبدین حکمتیار که او فکر میکنم احتمالش بسیار ضعیف باید باشه، چون در یکی از مجله ها ما دیدم یا سایت ها که ترامپ نشان میده که اشرف غنی را مخاطب میسازه که شما انتخاباتتان رو کنین مگر باز انتصابات ما میکنیم که کی را باز ما برمیگزینیم، شما بدوین چی میگه بچه یتیم روزتان رو گم کنین باز ما میاری مرکز که دل ما شد. و یقین هم همتون هست اگر وزیر خارجه امریکا بره و فرض کنیم فرامرز از کلیش بگیره و بگوی نمیره جمهوری تان هست، فکر نمی کنم که اشرف غنی آسمان به زمین بزنه، فرار میکنه و امرای بکس خود میره مایوس میشه. همتون دکتر عبدالله، همتون ای بقیه کسایی که کندید ریاست جمهوری است. در حقیقت کسایی که برای ریاست جمهوری خود کندید کرده یا خیانت ملی را مرتکب میشه و او کسایی که با صندوقهای انتخاباتی همینطور خوش برازا رفتن یا بسیار جاهل هستن، طوری که چرچل گفته بود که در همونطور کشورهایی که ما سلطه داریم ما همو فاسدین از اونا را، وطن فروشای از اونا را پیدا میکنیم و بالای یک کتلی بسیار جاهل اونا را حاکم می سازیم و اونا را تقویه می سازیم، اکمال می داریم. باز ما می آیم اونا برای ما حکومت می کنن. و این واقعیت هم همه طور است که 100% امروز در افغانستان همی خائنین خود برای خدمت دیگرا کندید می سازه. چپ و راست با چه می دارین، خلقی دارین، اخوانی دارین، هر کدام با یک نحوی زیر امی سلطه که جواز نیست، روا نیست. در حقیقت از لحاظ دینی من برتان گفتم میتونم که حرام است. واضح قرآن میگه که یهود و نصارا را سرپرست امورتان نگمارین. وقتی قرآن میگه چطور برای از این میتونه اینا توجیه داشته باشه؟ و بازم اگر یکی از اینا برنده شود، مخاطب ما همی گلبدین حکمتیار است.
اگه یادم بگوید که خب سفارت امریکا فردا بیای بگوید ما صندوقا رو شمردیم، گلبدین حکمتیار رئیس جمهوری افغانستان اعلان میشه، این مجبور است که از سفارت افغانستان امریکا فرمان ببره و با گفته خود ازی که تمکین کنه برای امر و نهی سفارت وزارت خارجه ایالات متحده امریکا همی اشغال دوام داشته باشه. دیگه من نمیدانم که با کدام فکر از یک سو انتخاباتم تحریم کردن، قوای بیگانه را و همی اشغال مردود شمردن و جانب برای همی اشغال کندید شدن. در حقیقت هر کدام از اینا برای نوکری امریکا، برای نوکری ناتو خود در حقیقت کندید کرده و دشمن مردم افغانستان. چون اگر برای 5 سال آینده همی حکومت دوام کنه زیر همی انتخاب سایه انتخابات یا عنوان انتخابات جنگ ها دوام میکنه، خونریزی ها صورت میگیره و مخالفین دولت هم آرام نمی نشینن. نیم افغانستان امیال اونا در زیر سلطه داره و همی امروز از دهن ستولتنبرگ فکر میکنم در اخبار چند روز قبل بود در اروپا در یک نشست اونا گفتن که ما افغانستان از افغانستان بیرون میشیم، افغانستان رو ترک میگیم، قوای خدا ناتو از افغانستان بیرون میسازه، نشست های صلح باید اثر گرفته شوه، افغانستان سرنوشت خود خودشان تعیین بداره. و از اوضاع معلوم میشه که امریکا نمیخواد که در یک جنگ دوامدار طولانی در افغانستان دیگه باقی بانن. بهتر همی می بود که همی همه کسایی که بر انتخابات خود کندید کرده بودن یک سرت جمع می شدن، می گفتن که اگه حکومت عبوری را موقت ما رای می تیم بیاین صندوق بگذاریم که کی همه توی حکومت می خواه و بعد از او حکومت زیر کنترل و اشراف و ماموریت همه طور یک حکومت موقت باز انتخابات برای بیاندازیم شاید یک رنگی داشته باشه و قوای بیگانه را هم خواهش کنیم که افغانستان ترک بگوی، افغانستان بانه که مقدرات خود خودشان تعیین بداره و دوستی های ما دوام خواهد داشت با مردم جهان. او بهتر خواهد بود برای شاید به صورت نسبی عرض می دارم، مگر اگر همی آش باشه و همی کاسه باشه و امی اشرف غنی و پلان های طویل المدت که آسمان یعنی کار زمین خو انجام داد که دهلیزای هوایی آباد میکنه، این سب پروژه های 100 سال بعد افغانستان اصلش فکر میکنن. امروز در افغانستان در حال نزع هست و وضع بسیار نارام کننده است. باید نکته پایان به مصائب ابتدایی افغانستان زده شوه و او مایی اصلی از او، ریشه اصلی، چشمی اصلی از او اشغال افغانستان است. در همین تو حالت مردم آزادی افغانستان آرام نمی نشینند، ضد اشغال در جنگ قرار می گیرند. متاسفانه امروز در اخبار طلوع ما شنیدم سکات میلر همونجا استاد بود که آفرین شما اردوی افغانستان که امنیت مراکز گرفتید. وقتی در مراکز کس مراجعه نکده باشه دیگه امنیت گربه ها را بگیرن اونا و یک چند تن شاید رفته باشه یا همین صندوق ها را امینا پر کرده باشن و با پای صندوق انتخابات فکر نمی کنم مردم افغانستان دیگه دل خوش کنن که برن. به هر حال هر چی بود به همین حالت وضع دوام داره. خبر اول ما از امروز شروع می کنم چون انتخابات بود و چگونگی از او که در کدام ولایت چی گپ شد، اما اخبار تقریبا زیر پوشش انتخابات به پیش می رفت. میشه نظریات شما را هم داشته باشیم دوستان عزیز در قبال اوضاع افغانستان، آنچه در چند روز حتما شما رسانه ها را تماشا فرمودین. دیگه ما لازم نیست که حرفای این و آن و آنچه گذشت در چند روز در مسئله انتخابات کلیپ های از اونا را بشار. جالب کلیپ های داشت، خنده آورم بود، جمع کردم، مگر لازم نیست. بیشتر می خواهیم که نظریات مردم افغانستان از طریق یک رسانه لایو مستقیم افاقی شنیده شوه. خبر اول میشنویم از طلوع، بعدا میریم سراغ اخبار بعدی. فرزاد جان، آقای عبدالله اعلان کرده که من برنده استم و من خبر استم و به دور دوم هم انتخابات نمیره. خبر اول طلوع بود مصطفی جان. بله،
عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری میگوید که بررسی‌های دست انتخاباتی بیان نشان می‌دهند که در انتخابات ریاست جمهوری برنده است. آقای عبدالله می‌افزاید که نتیجه این انتخابات در دبر نخست روشن خواهد شد و حکومت آینده از سوی دست انتخاباتی وی ساخته خواهد شد. آقای عبدالله تاکید می‌ورزد که در این انتخابات نیز تقلب‌های انجام شدند، اما کمیسیون مستقل انتخابات باید آرای تقلبی را از آرای اصلی جدا سازد. انیسه شهید گزارش می‌دهد. عبدالله رئیس اجرایی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز است، در نخستین نشست خبری پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکید می‌ورزد که نتیجه این انتخابات در دور نخست روشن خواهد شد و وی در این انتخابات برنده خواهد بود. وی می‌گوید که در این انتخابات تنها نتایج آرای بیومتریک شده اعتبار خواهد داشت. در وضعیت موجود انتخابات و دور دوم نمی‌ره و تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده را تشکیل می دهد. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری از تقلب‌ها در این انتخابات سخن می زند و می گوید که شماری از مقام‌های حکومتی در کار انتخابات مداخله کردند که با آنان برخورد قانونی خواهد شد. اداره احصایه مرکزی باید جلو مداخله 100% گرفته شود. از امروز که مسئله شامل شدن آرا در دیتابیز است، کاملا تنها کمپانی که مسئولیت کمپانی در ملوک باید او طرف مورد اعتبار کمیسیون و کمیسیون‌های شکایت انتخاباتی بوده باشد. کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان می‌دهد که شفافیت را در نتیجه انتخابات تامین خواهد کرد. کمیسیون انتخابات تعهدی که برای شفافیت و به حسابدهی داره به او پابند است و تمام آرای سیاه و سفید را میتونه که توسط سیستمایی که ایجاد کرده جدا بکنه. در حالی که نبودن نام شماری از رای دهندگان در فهرست نامها در مرکزهای رای دهی از مهمترین مشکلات در روز انتخابات گفته می شود، آقای عبدالله از نابسامانی ها در روز برگزاری انتخابات انتقاد می کند و می گوید که این نابسامانی ها باید بررسی شوند. اونجا بعد سالات شما ما روشن جای مسوده دیدیم کجا گم بود، ولی مرغانچای کی چکر می زد؟ باز شغال واری پیدا شده و محقق را دیدیم. محقق خوب امرای غاتمر چکر میزد و گفتی بعضی ها قول ده قول و صاحب که میبریم و واو و زنده باد. باز اونجا وقتی که چی میگه چوشک از دانش برداشتن و صاحب دویده آمده ده پستان دیگه چی میگه گاوی شیری خود زده و همه طور دیگه افراد باشه دین محمد خاین داده جه قدیر ورور لوی شیطان دامی ولید دقا نور آقا تعجب ده ولاده گیلانی سید ساق گیلانی چی باید لسیاست استفاو کی ده سرای هم نشر میگی هم داید ده اکتر عبدالله لکیلان ده مندی وی هر یکی با نهوی برای روزای خود برای که خودشان در اونجا مطرح باشه و خود میدانن که اگه هر کدام از اینا برنده شوه ملت ناکام است. ملت در مصیبت قهر جنگ و ناامنی ها قرار میگیره، گرسنه میشه، بدبخت میشه. 5 سال آینده بدترین روزهای بالای مردم افغانستان چون 5 سال گذشته دوامدار خواهد آمد. یعنی خداوند جزای از اینا رو تعیین بداره برای خیانت خود چسباندن با یکی و با دیگه. خداوند اینا را ناکام بسازه، خداوند جزای اعمالی از اینا را برشان برسانه. با آه و سوز مردم بیچاره و بدبخت و مصیبت دیده افغانستان که خون پاکی از اونا ریختانده میشن نید کسایی که مسئول در خانه های خود در منازل خود با سیکیورتی گاردا زندگی مرفع و آرام بالای خون مردم افغانستان داره. خبر بعدی باز هم از این چگونگی انتخابات بود توجه دارید. در بر روند انتخابات دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات را مسئول نابسامانی های فنی در روز انتخابات و پس از روز انتخابات می دانند. این نهادها می گویند که دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات اعضای رهبری نهاد را در خلای اطلاعاتی قرار داده است و از زمین دو اعضای کمیسیون مستقل انتخابات ارقام چند است و غیر واقعی را درباره شمار آرای مرکز رای دهی پخش کردند. نهادهای ناظر می‌افزایند که دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات مسئولیت داشت تا نتایج آرای انتخابات را محل به محل گردآوری کند
و برای تصویب و پخش به اعضای این کمیسیون بسپارد، اما این کار انجام نشده است. در این باره هم انیسه شهید گزارش دارد. عبدالله احمدزی که در حدود 6 سال رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات بود میگوید که اگر دبیرخانه کمیسیون اطلاعات اجرایی را با اعضای رهبری در میان نگذاشته باشد خلاف تمامی اصول و قوانین عمل کرده است. وی میافزاید که دبیرخانه اینها در پایان روز انتخابات نتایج تخمینی انتخابات را گردآوری میکرد و به اعضای رهبری نهاد میفرستاد. ارقامی را که کمیسیون مستقل انتخابات در مورد سطح اشتراک رای دهندگان با ملت شریک ساخت بیشتر کلیگویی بود، ارقام به سطح ولایت بود و هم از یک روز به روز دوم سرسام‌آور در بعضی موارد تغییر کرد. دلیلی که گزارش باید محلوار باشه یک حسابدهی را ایجاد میکنه. نهادهای ناظر بر روند انتخابات دبیرخانه کمیسیون انتخابات را به برخورد غیر حرفه‌ای با نهادهای ناظر و ناهماهنگی با اعضای رهبری متهم می‌سازند. کار لوجستیکی، رساندن مواد حساس، لست رای دهنده، همه از این برمی‌گرده به دارالانشاء. و دارالانشاء قطعا هم بر رهبری کمیسیون پاسخگویی هم به شهروندان که متاسفانه بعضی اوقات از این پاسخگویی طرفه میرن. میخوان که طرفداری بکنن و قضیه را دنبال احمد و محمود آجی بسازند، این نه شیوه کار است و نه هم مردم انتظار دارند. ما میخواییم که واقعا این قسمت کمیسیون پاسخی خودش را باشه و به مردم جا بزند. اما کمیسیون مستقل انتخابات پاسخ روشنی درباره این اتهام ها نمیگوید. به خاطر تامین شفافیت ما تمام پروسه های ما پیش روی ناظرین مشاهدین در داخل کمیسیون ما پروسس میکنیم. نهادهای ناظر بر روند انتخابات پیش از این نیز اعضای رهبری و دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات را به ناهماهنگی ها متهم ساخته بودند و هشدار داده بودند که این کار پیامدهای ناگواری بر چگونگی برگزاری انتخابات خواهد داشت. دوستان عزیز، خبر بعدی اسکات میلر تبریکی می دهد به قوای مسلح افغانستان که امنیت مراکز انتخاباتی را گرفته. و اگر اینطور باشه که خود از اینا آمار میته و ارقام که 1,050,000، یعنی خب 1,000,000 حساب کنید، 50,000 یک عدد بزرگ نیست که اگر 1.5 می بود خب باز میگفتیم که مگر 50,000 بالا از 1,000,000 میشه بگویم که 1,000,000 آدم رای داده برای 17 نفر. خب در هر ولایت چندین ولسوالی هست، 34، یعنی در هر مرکز انتخاباتی شاید 10 نفر، 15 نفر یا نهایت 40 نفر زیاد مراجعه نکرده باشه شما. خب البته در مرکز چون افغانستان کابل 6,000,000 آدم به سر میبره، مگر در بعضی مناطق شاید هیچ کس مراجعه نکردن. یعنی شما از لحاظ خود جمع و تفریق بسنجین، کلکولیترتان رو بگیرین، یعنی در اون مراکز کس هیچ مراجعه نکرده و دیگه کس حمله هم نکرده. مگر اخبار حاکی بود که از بسیاری مراکز طالب آمده دیده که هیچ کس مراجعه نکرده و مامورین با خود بردن و اختطاف کردن. در حدود نمیدونم 200 تا از یارو برده هم مامورین کمیسیون انتخابات از بعضی مراکز. دیگه اونجا لازم نبود که حمله کنن و رفتن هم وارو برداشته برده با خود. به هر حال سکات میلر بسیار خرسندی میکرد، رئیس ستاد ایالات متحده امریکا در افغانستان، که شاباس بچه‌ایم، آفرین افغان ما، ما تفنگ دادیم، کالای پلنگیر به تنتان کردیم، شما خوب نوکری میکنین، اونا برای ما کار میکنین، انتخابات دروغینی را که ما را برای انداختیم، دموکراسی را در افکار شما ترزیق کردیم که آزادی دارین، دموکراسی نو پای، نو جوان، نیم خام، که اینا صاحب دی 18 سال هیچی گوساله گو نمیشه صاحب در افغانستان که ایسی 4 دور است صاحب. در حقیقت این دموکراسی بازم نیم خام است، نیم کله است دیگه است. در 18 سال یک کشور از صفر، از زیر خاک با آسمان ها میره، در این تکنولوژی و سرعت اعمار در جهان. و در افغانستان دموکراسی نو پای است، یک ماشینه که اینا نتانستن دی 5 سال با او که تقلب کردن در برابر یک دیگر و یک حکومت دروغین روی کار آوردن خلاف قانون اساسی. و عبدالله میگفت اشرف غنی تقلب کرده،
و او آدم از خود دفاع کرده نتانست. صاحب راسان آمد عبدالله جان در بغل گرفت و چی میگه اشرف جان و اشرف جان او را میلیسید و عبدالله جان او را میلیسید و ملت افغانستان برباد برباد شد. با هم کنار آمدن و بالاخره امروز میبینن وضعی حالت مردم بیچاری افغانستان. دوستان عزیز توجه بدارین به خبر بعدی، خبر سکات میلر. فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان یک پارچگی رهبری های نهادهای دفاعی و امنیتی را رمز موفقیت نیروها در تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میداند. جنرال سکات میلر میگوید که هماهنگی میان رهبری های وزارت های دفاع ملی و امور داخله و ریاست امنیت ملی در انتخابات ریاست جمهوری کنونی در 4 انتخابات گذشته بی پیشینه بوده است. از سوی دیگر این جنرال آمریکایی میگوید که تاکنون هیچ دستور برای کاهش نیروهایش در افغانستان دریافت نکرده است. میرقا پوپال جزئیات را گزارش میدهد. جنرال سکات میلر فرمانده کل نیروهای خارجی در کشور میگوید که حمله بر مرکز شماری از ولایت ها و راه اندازی حمله های پیچیده در شهرهای بزرگ اهداف طالبان بودند، اما نیروهای امنیتی نگذاشتند تا این گروه به این هدف ها برسد. آنچه در انتخابات ریاست جمهوری کنونی دیدم یک پرچگی رهبری امنیتی بود. وزیر خالد، وزیر اندرابی و رئیس امنیت ملی ضیاء سراج با هم کار کردند. آنان منابع را در سراسر کشور به سطح ولایت‌ها و سطح محل‌ها با هم شریک ساختند. طالبان که ضد انتخابات برخیستند و آن را یک روند خارجی گفتند، درباره مشروعیت انتخابات نیز شک کردند، اما مردم با آن هم بیرون شدند و زندگیشان را به خطر انداختند و رأی دادند. مهم است که چه شماری از آنان رأی دادند، اما آنان با به خطر انداختن جانهایشان خواستند نشان دهند که بر آینده خودشان حاکم هستند. این نظامی آمریکایی گفتگوها را یگانه راه حل برای پایان دادن به جنگ در افغانستان می‌داند. My message to the people of Afghanistan is. پیام من به مردم افغانستان این است که خشونت کنونی از 40 سال به این سو ادامه دارد. مردم افغانستان مستحق توقف این خشونت هستند. جناهای گوناگون با یک دیگر گفتگو نمایند. من باور دارم که یک راه حل سیاسی نه تنها این که یک نیاز است، بلکه از دیدگاه من صلح اراده مردم نیز است. اما با این هم نیروهای امنیتی افغانستان برای دفاع از مردم و راه اندازی عملیات آماده خواهند بود. جنرال میلر میپذیرد که در هفته های اخیر در حمله های هوایی نیروهای آمریکایی تلفات به غیر نظامیان وارد شده است، اما او میگوید که میکوشند جلوی این تلفات را بگیرند. جالب بس دوستان عزیز، در خاک پاک افغانستان اشغالگرا و ننگین یک دموکراسی که واقعا سلام به دموکراسی، سلام به حق مردم، احترام و تکریم به آرای مردم، تو که اسلام میگه زور مردم زور خداوند شمرده شده، یقینا واقعا مگر در یک استقلال خود ارادیت که مردم به افتخار برای ملت خود خدمتگار خود تعیین بداره، نه ای که سکات میلر بیای و شعباس بگوی یا وزیر خارجه امریکا برای مزدور خود در افغانستان یا خطه مقدس و شهید پرور و غازی پرور در اونجا امر و نهی کنه که چی کنین و نکنین و مزدور خدا وقتی اینا انتخاب کردن، انتصاب کردن، این روزگومی مردم افغانستان، ریشخند و ناندهی و لاشخوری مردم افغانستان متاسفانه دوام داره و این خجالت است برای افغانی که و می آرا و برای می صندوقا و برای دموکراسی و اینا دل خود خوش میکنه و پایکوبی میداره و خرسند هست و او تکریم و احترام به دلار است نه برای امریکایی. کی خواهد بود که زیر سلطه جان میلر و جان چطور که سکات میلر برای او سب افغانستان رو بفروشه، مگر که خواسته های مادی دارد. در افغانستان خوب دیگه ماموریت افتخار نیست. من نمیفهم چی افتخاری خواد داشت که یک نفر در یک مزدوری در یک سلطه بیگانگان بسیار خرسند باشه، مگری که بسیار دیوانه باشه و یا بسیار سخت به وجدان و بی ایمان تا ناموس وطن خود به معرض فروش قرار بده و سرش شجای خائن خریده باشه و به مو زلت در افغانستان
زیر سلطه دیگه، زیر امر دیگه قرار داشته باشه. به هر حال، بله، سلام علیکم. سلام علیکم خطاب صاحب محترم. و علیکم سلام. چنگی؟ خطاب صاحب سلام خود به شما و بینندگان تلویزیون پیام افغان تقدیم میکنم. خطاب صاحب، اگر ما به می جای امی جان بیس وایسرای کابل و جنرال اسکات میلر تروریست می بودم، یک کپ زار هم تو نوش جان می کردم که با 50 کشور تا دندان مساله در مقابل یک ملت آزادی خواهی با ایمان با پای برهنه شکم گرسنه اینا شکست خوردن. امریکایی ها باید جنرال میلر باید همه تا روش سیاه کنن، ایره محکمه کنن. خطاب صاحب، و باز ما از طریق تلویزیون شما از مردم مسلمان مجاهد قهرمان خود تشکری میکنم که در انتخابات جیلی و دستوری و فرمایشی امریکا و ناتو اینا در زیر لوله تفنگ امریکایی ها اینا شرکت نکردن و این پروسی جالی انتخابات اینا تحریم کردن. اکثریت امقاط مردم ما خواهان پایان اشغال و حاکمیت نظام اسلامی و شریعت در افغانستان هستند. خطاب صد در مثال های عبدالصد وطن عزیز ما مانند امروز پارچه پارچه اشغال شده بود. شاه حسین صفوی توسط گرگین ملت مظلوم ما را قتل عام می نمود، تفرقه در بین مردم ما می انداخت، حکومت نکرد. میرویس نیکه امی اقوام پراگنده و متفرق را دور هم جمع نمود، یک حکومت ملی را ساخت و وطن و وطندان وطن ما را نجات دادک. خطاب صاحب، رای حل برای مسئله افغانستان امریکا باید همی توافق نامه را که با طالبا درست شده این امی را چشمای خود بسته کنند، امضا کنند و نیروهای نظامیشان را بدون قید شرط خارج کنند. ملت مسلمان ما هیچ تهدیدی برای ملت امریکا و همسایه ها نیستند و نبودند. برای امنیت صلح جهان افغانستان یک افغانستان غیر منسلک را دوباره به حیث یک کشور بی‌طرف و غیر منسلک کشور ما را قبول کنند و هم لازم است که قدرت های جهانی و همسایه ها تعهد نمایند که در امور داخلی وطن عزیز ما مداخله نمی کنند. بله، تشکر خطاب صاحب محترم. بله، بسیار تشکرم. و هست دیگه، خب برادر چی میگه؟ اینا بدون اجازه ما و شما و افغانستان آمده، بدون کدام جوازی داخل افغانستان شدن، افغانستان اشغال داشته برای اهدافی، ولی بدون اجازه شما، بدون مشوره با شما میخوای باشه، میخوای برن. امو چی میگه؟ دیوجان میفهمه که کی را بخوره و با کی عروسی کنه و ازدواج کنه. ملت افغانستان لاچار و ناچار زیر امی سلطه قرار داره، از نه از مجاهد دل خوش داره و نه از دیگه کسانی که بالای مقدراتشان حاکم بود، نه از پرچمیش و نه از خلقی از او، نه هیچ کسی برای از اینا خدمت نکرد و دست خود بالای یتیم و بیچاری افغانستان نگذاشت، لبنانی برای از اونا نرسان. مردم افغانستان امروز تعمیرات مفشن چی کنه و صاحب خط آهن هست، صاحب که از قندار تا کابل بیا به دردی از اونا نمیخوره. اونا همو مقدمات زندگی را لازم داره، در حال بسیار بدی قرار داره. همه امروز شما 6 میلیون مخمور دارین. همونطور که یک مقاله را خواندم، انگلیس ها در تاریخ وقتی با چینایا رویاروی شد، اونا بسیار قوی بودن، انگلیس ها را شکست میدادن و یارای از این نبود که اونا را و امرایشان مقابله کنه. باز این مسئله جنگ تریاک اگر در تاریخ شنیده باشین، در امو اجتماع از اونا همی تریاک هم رواج ساخت آورد و ساید به دست ازی و اونوان مردم وقتی بیوش شدن، تریاکی شدن، امو انسنتیف و انگیزی جنگ و اینا رو باز آیسته یک آدم چی میگه ادکتید یا با مواد مخدر معتاد از دست میتر. به مو خاطر است در دین اسلام که عقل زائل میسازه، قوی ارادی یک شخص زائل میسازه، عزمش پایین میبره، یک شخصی
به حساب باطل و باطل اجتماع میشه. امروز در افغانستان هم کار اونا هم جنگ تریاک که در اونجا و در بعضی کشورهای دیگه اینا عمل کردن، در افغانستان هم همی کشت تریاک و اعتیاد با مواد مخدر ایرسه. شما دست کم نگیرین، بسیاری مردم فراموش کرده چون نرسانه های افغانستان بالای از این مسئله فوکس میکنه، چون از بیرون کنترل میشه و نه در بیرون بسیاری هم مست همی دموکراسی و دیگه و دیگه ما را اخفال میداره، یعنی افکار مردم به یک طرف دیگه معطوب شد که چی یک جای است دموکراسی است و افغانستان دموکراسی رو در زندگی خود ندیده بود و صاحب دموکراسی خیلی جوان است، یک نفر است هم تو کاکولای خود شانه میکنه صاحب و میشینه بسیار به تمتراق دریشای مقبول صاحب، یک خانم جوانم داره آقای فرامرز تمنا که دو دکتری دارم که یکیش نمیدارم در کجا حاصل کردم دیگه، یعنی میام مردم های باسواد و شیره و شربت افغانستان است که دموکراسی خیلی جوان است دیگه. ما خیلی تشکر میکنیم که مردم به پای صندوق های انتخابات رفتن، وقتی دو دکتری یک نفر داشته باشه مغزی از اوی قدر برده باشه و غلام باشه و پست باشه دیگه همه تو یک نفر شما چی کنید؟ و اگر مش نمونی خروار همینا هست. و ایره نمیگه که بابا با اون مردم افغانستان نه با اشرف غنی رای بدین نه با عبدالله مطلق متارکه کنین، شما با یک بردگی با یک غلامی رای میتین و جنگ دوام میتین. همین حکومت اگه دوامدار پنج سال دیگه بالای مقدرات شما حاکم شد و خودگان بدبخت میشین، پنج سال گذشته یک تجربه خوب برای شما احمقان نمی باشه. همین ایمان در کلی از یک شخص نیست، صرف دکتری گرفتیم و دکتری نمیدونم که واقعا این آدم دکتر است یا دروغ میگه، چون وقتی یک نفر قدر به چشم مردم خود بزنه به اول لحاظ دوستان عزیز مردم به مو زرق و برق دموکراسی و آزادی و سای بلکه حق زن و ایره بسیار اشتهار میکنه، نمیگن که زیر نمی دیوارایی که مردم افتادن این بدبخت ها روز به روز تعداد از اینا مخمورا زیاد میشه، این بیکارایی که لب نان نداره یک اجتماع واقعا بدبخت است، وقتی یک نفر نان خود با دست خود کمایی کده نتانه و مجبور شوه با قوای امنیتی بره و کشته شوه و در برابر و با سکات ملر بیایه و که شاه باس و آفرین یک بادار هم داشته باشه، بادار عسکریشان اوناست، بادار ملکیشان و سفارت امریکا در کابل و هموز چی بلست مایک پامپیو وزیر خارجه و مثل همو آدم قدراز وزیر خارجه جان کیری میایسه رقم میزنه و القا میکنه چیز که دلشان شد دیگه. در ایتو حالت من نمیدونم این ملت یکان بار همی ملت هم وقتی همون طور خو برده با مقدراتشان بازی شوه هر چیز دل هر کس خواست بالای از اینا عمل کنه و هیچ یک صدای از اونا بلند نشوه دیگه، از وا دفاع کردن هم بشار مشکل هست. برحال بلی سلام علیکم. آقای کتاب عرض سلام دارم برای شما. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام بفرمایید. مجه شروع کنه مناسب است که یعنی صحبت های سکات ملر که گپایش یک گپش یک گپش آقای خطاب رد میکرد. حالا مثلا دور مثال یک نقطه شهر کنیم نگاه چه کنه دوستا شید میگه مردم افغانستان مستحق دموکراسی مستحق آزادی و دموکراسی دیگه پاسن با زرجهت دیگه میگه که شما خامادگی جنگ دارید که جنگ میکنید وقتی که ما آزادی و استقلال و امنیت ما مستحق امنیت آرامی باشه پس جنگ برای چی دیگه جنگ با کدام منطق که باز میگه شما خاماده جنگ هستی نیروها را میگه جنگ جنگ هم به مصرف اینا به فکر اینا به پالیسی اینا پس افغان ها دیگه خودش که قسمت شما هر سی لطف کردین گفتی این افغان ها وسیله هستن به تمام معنا از این هر متفکر هر افغان میتونه بفهمه حتی هر کسی کسی که در اون گروه بر اونا خدمت هم میکنه میفهمه دنیا میفهمه پارلمان های می مردم ها میفهمه و نکته دیگه که من میخواستم عرض بکنم که طولانی نشه دموکراسی در مورد دموکراسی که ما پس منظر دموکراسی در 18 سال گذشته افغانستان بگیم که هنوز هم نام از او را میمانه اینا دموکراسی نوکا پس منظر از این چی بودن و این تعریف دموکراسی حکومت مردم برای مردم در انتخابات کنونی چقدر صفت میکنه انتخابات کنونی چقدر الهام گرفته از دموکراسی که اینا که مردم کم اشتراک کرده هر با حکومت مردم برای مردم می بود پس همه که بنی اقلیت مردم در انتخابات شرکت می کرد پس اینمی تیپ دموکراسی جوابی نیازهای مردم افغانستان نبوده
و این به وضاحت نشان میتنی انتخابات اخیر. و نکته دیگه آقای خطاب، ما با اینجای افغانستان برازی خوش میدیستیم که هر کسی که ببرن مجبور است قدرت به دیگرهای شریک های خود تقسیم کنه، شریک های آزموده شده خود. و به این خاطر افغانستان فکر نه آدم تصور نمیکنه و فکر نمیکنه که امن و آرامش و پیشرفت افغانستان بیاید، حتی امن و آرامش پیشرفت خود اجایش بونید. نکته اخیری که ما عرض میکنم که نظر شما رو به این مورد میخوایم، گلبودین حکمتیار است، که گلبودین حکمتیار چطور که در انتخابات شرکت کرده به استیکر، آیا استیکرها را به یک چیز نمشونیدم که میگه استیکرهای تذکرها را کنده باز در انتخابات اشتراک کرده، در این چی پالیسی میتونه وجود داشته باشه که آقای حکمتیار بدون تذکره به استیکر بره، یا استیکر کنده رفته، یا چرا استیکر زده یا نزده که خودش گفته که من تذکرهای من استیکر نداشت، این به چی منطق بوده، یا استیکر نداشته یا کنده رفته، یا چطور اشتراک در انتخابات که خودش میگه که خارجی ها هست و پولم پول خارجی هاست و پیان خودش همه گفت هم میفهمه در پایده که من قبلا عرض کردم و شما عرض کردید به مراتب کتاب کتاب بیشتر شاید بفهمه و عرضم کده باشه. و در این چی پالیسی وجود داره؟ یک قسمه که یک تصور عام وجود داره آقای خطاب در افکار عامه میگن امریکا میبرایه، چی طالب دیاره چی نبرایه ندیاره میاره، یک بین خمیری میسازه، یک حکومت میسازه به ترکیب همین گلبودین حکمتیار و کسایی که خودش میخواید باز زمین جنگ هم تو نگاه میکنه، به خاطر که طرف آسیای میانه و این طرف ها جنگ هم بکشانه یک بر سالهای بعد، و خود امریکا طالب بیایه ندیاره میگن تو امریکا زمین چه برامده نیه هست. بله و استیکر نمیفهم که استیکر، من شنیدم گلبودین حکمتیار صحبت میکرد با یک نفر گفت که ما رفتم از ما خوب نپرسید و نتفتیش کرد که استیکر داره یا نداره، تذکریم هیچ استیکرم نداشت و ما را کس استادم نکرد، ما رفتم رای دادم، معنی زیرا میته که در کمیسیون انتخابات آنمو تو یک بیکفایتی هست و در اونجا بی بازخواستی اینا باید جدی میگرفتن که آدم خوب بسیار مهم هستی، سبا میره میگه که در اینجا تقلب بوده، این تذکره مرا کس ندید از دیگارم نمیبینه، یا اوی که ترسیدن و حراس داشتن که بابایی خوب برای انتخابات خود کندید کرده حتما تذکرهش استیکر داره، خب اگر استیکر داشته باشه یا نداشته باشه برادر، در اونجا دیدیم اون ورقه را کسی مانده بود و تاپک کده میرفت و استیکر زده میرفت و قوطی هم مندازه. یک امو مسئله شینگو که از در طرفش بگیره اون تو یک چیز از جور میشه، امو نامی از این انتخابات یک عنوان است، نام است، اگر به او ما شما هم نظر شدیم که انتخابات درست نیست، دروغ است، ولی مردم افغانستان تحمیل کردن تحت عنوان دموکراسی که ما آمدیم دموکراسی رو به افغانستان آوردیم. باز دیگه بگذاریم که کی استیکر داشت و نداشت، برای ما خود بی تفاوت است که چند نفر رای داد نداد، کی استیکر داشت نداشت و کی کجا رفت نرفت، همه از یک تصویر است، یک ما بالای افکار مردم بازی کردن ها هست و بالاخره و بعض کسای بیچاری که ساده لوح یک ریسفید سرسفید که الازقت استفاده کو رایت بتی و که باز مرد دلخواهیت انتخاب کو او خو نمیفهمه، یک شخص دیاتی بیچاره است، همه تو که همیال جوقه جوقه در جهاد همی و مرای جهاد از او استفاده کردن زده ارتش سرخ، یک کنیم میلیون آدم اکثرشان اون آدم های ساده و پیاده که صرف برای حکومت اسلامی و که حالا جهاد است رفتن و دیگاه کسایی که هوشیار بودن بسیار کم به جبهات شتافتن. حالا هم در امی مسئله انتخابات هم هم وای اقوا میشن، مگر این کسایی که حداقل میدانه خوب شاید بفهمه که بابا این دروغ بیش نیست. آمدیم بالای امریکا دیگه من نمیفهم که باید یک اشغال ختم شود، این که نقطه پایان چی وقت است؟ شب در میان یک رئیس جمهور دیوانه میشه و یک دفعه شاخ خود بند میکنه که اما چیزی کده و نکده او را از بین ببره بر دعما، یک احمقت خود یک رئیس جمهور یک کشور یا بر قدرت نشان میده که بابا یکقدر احمق بودی خودت که در دعما نمیدانیستی، را پورم برات میامد که مسئله بسیار بزرگی که یک کشور در جنگ است و 18 سال طولانیترین جنگ دارین و ستیت دیپارتمنت شما شب و روز مصروف است که با طالب مصالحه کنه، خبر نبودی حالی فهمیدی که در قرارداد چی گنجانیده شده.
یا امی خلیلزاده که وطن فروش که برای سود امریکا در اونجا با طالب می نشست باعث مامور امریکا از اقل هم توی خون افغان در درونش می بود یک چیزی باید می کرد از اقل برای افغانستان یک خدمتی از یک طریقی در یک جای واقع شده بود از اون مجرا می تانست اشرف غنی نمی تانه اونمون شوقی چی میگه جمهوریت است و خوشش آمده صاحب میدوانه هم و شتوکی سر بایسکل سوار شده یا عبدالله هم طور شوقی هستن اونان امریکا را هیچ در تصمیم امریکا تغییر آورده نمیتانن مگر این آدم دیگه میتانست خلیلزاد که امریکا را برش مشوره میداد برای زی که همین خود اشغال افغانستان توسط مشوره خلیلزاد میگه صورت گرفته عبیاز سفید آشمیان در عینی افغانستان چاپ کرد بسیار سر از اون ما تبصره کردیم در وقتش 25 سال پیش بود فکر میکنم وی برای امریکا مشوره میداد از رند کورپوریشن در اونجا هم کار میکرد مشاور بود برای حکومت امریکا در اون وقت بسیار چیزها را برای از اون گفتن که حمله کنین بالای افغانستان طالب از بین ببرین این مسئله 9/11 هیچ واقعی نشده بود او که شد دیگه قبل از قبل او آدم مشوره خود داده بود گفت ولی بهترین وقتش است بدوین دیگه یعنی می خود اشغال افغانستان توسط افکار و مشوره بعضی از صورت گرفته که یکی رکن عمده از او خلیلزاد بود حکومت اشغالی تحمیلی را کرزه همی آدم آورد من مصاحبه کردم با امرش پادشاه را رایش زدن ایدگرها را کسایی که ملی بودن بهتر بودن در این بن هم آرای از او دوتا بود و از آقای سیرت صاحب چند نو تا همونجا تقلب جبر کرد و جبران تا این دم او میتونست که حداقل یک کمک احساساتش وجدان اگر داره میرفت به امرای از یادم مینشست جدی و یا استعفا میداد میبرامدن که ما دیگه به امرای حکومت در امریکا اگر خودت استعفا بیتی یا کویت کنی یا لا بیتی کارا کس خودت چیز نمیگه بیادر که چرا با ما همکاری نمیکنی و نو کدام جرم است و مطبعات میبرامد که من نو ما وقت خود زایی کردم بسیار کار کردم و همو همش زر به صفر ساخته یک کشور جنگ هست خوندیزی ها هست امریکا افغانستان و ایران میسازم و باعث یک طبیع امریکا که از وضع افغانستان آگاستم و در افغانستان تولد شدیم این باید میگفت شما برین هم این سپیچ عمران خان در ملل متحد بشنوین به حدی مقبول صحبت کرد به خدا جانانه همی غربی ها را که این توطئه های از اینا ضد اسلام و آنچه در افغانستان انجام دادن و در وقت جهاد چی صورت گرفت بعد از او چی بود بسیار جالب صحبت کرد به خدا همینطور کیف کرد که یک نفر در یک استیج بین المللی در ملل متحد استاد میشه تو کاکا باز پالوی از او یک خائن به نام محب است چی بلاست صاحب همین مشاوری امنیتی یک تتو یک بچه خائن وطن فروش او توسط حکومت افغانستان فرستاده شده مقایسه کنین که او چی میگه و همی عمران خان با کدام شد اومد چی صحبت های در رابطه با همی اوضاع افغانستان بسیار جالب صحبت ها داشت اگر همو ترانسکریپی از او را یا همو شما کسایی که انگلیسی میدانن به زبان انگلیسی بیان داشت ولی سلام علیکم سلام سلام علیکم خطافه و علیکم سلام در حقیقت این انتخابات بکشه زیادتر از یک میلیون مردم در این انتخابات حصه نگرفته اگر زیادتر از یک میلیون آنها ادعا میکنن همشان تپلو و آشکارا و بزرگی گسترده هستند بنابراین خطاب سای شما همه مردم افغانستان میدونه که در 36 میلیون نفوس افغانستان فقط این یک کمتر از یک میلیون هم که اشتراک کرده این به سه گروه تبدیل میشه که گروه اولش همی پسایی کسایی هستند که برای حزب خود از خاطر حزب خود کرده و دیگه گروه دومش هم کرده به خاطر همی قوم و تعصب که دارن و سیومیشان هم کسایی هستند که از طرف دولت مامورین یایش هستند کنوارا به حساب همی به حساب که گفتهشان یا چیشان که باید بیاره مجبور ساختن که باید اشتراک کنن و دیگه تمام روز انتخاب همین انتخابات که بود از سراسر افغانستان جنگ بود سه ولسوالی سقوط کرده که در حدود 500-600 عسکر از همین اردوی ملی کشته شده و دیگه ای که خطاب صاحب همین خود دوستوم و اطانو و همین محقوق دیگرهایی که یک وقت غرفش میکردن در حالی که از فاریاب در این انتقاب تقلب کم کردن از فاریاب و جوزجان و بلخ و تخار کلش که شما بسنید باز هم زیادتر از یک لک رای نمیشه که در حالت که زیادتر از وقت تقلب است و دیگه خود از این که خود همین
آقای ترامپ که باید این مسئله را که اول خودش کلیم کرده که ما به خاطر همون عسکری که کشته شده و دوم گفت که نه به خاطر که محاطش بند شده بود، در حقیقت نه او بود و نه ای گفت در دیگه جایی بود. آقای ترامپ میخواست که همین الیکشن قسم معلومه شد که صورت بگیره در افغانستان و ایران را زیادتر بر آقای ترامپ آوار میتوازه که در اینجا مشکلات زیادتر هم زیادتر شد. حالا کلکی میدونه که سرازی انتخابات عبدالله هم در هر گفت پای خدا زرد نمی کرده اونجا هست تک میگه ما برندستم و این را کی نر باشه که حالا بر عبدالله را کتیمو نیز آرایش را زرد بکشه و دکم آقای حکمتیار هم از تک و پانزه کندید است که یک میلیون رای مگه ما تقسیم کنیم که تاسه بر نفر اگه ده هزار بیش نفر هر کدامشون برده رای به حساب خود و اگه می اشتروانی یک لک دو لک افلا و گلبرین یا سی لک برده باشن بازم یک نه یک به حساب قانون یک یا هن هم یعنی که به حساب چی نیستن مشروب یا نه یا رئیس جمهور شوند و دیگه این جنگ دوام خواهد کرد تا که آقای ترم این چیز فکر می کنم که امضا خواهد کرد بدون تنیف از افغانستان، چرا که در ماه نوامبر در 4 نوامبر الیکشن آقای ترامپ هم رسمی در امریکا شروع میشه، اینه یک ماه هست که دیگه اینه میشود اعلان هم کنه. من میخوام نظر شما را تشکر. ولی همه طور هست برادر، همه چیزا با هم چسبیده، در اینجا انتخابات در پیش هست، باید در مو کمپین انتخاباتی و شروع میشه و در افغانستان هم انتخابات، مگر تأسفی است که ای کاش طور نمیشد یک حکومت موقت روی کار می آمد بازو زمینه را هموار می ساخت برای انتخابات بود در بلایی که بود. به نظر ما خو یک حکومت قاطع با مشت آهنین باید به وجود بیاید افغانستان تیر زمین دموکراسی و دیگه و دیگه. اون دموکراسی در عراق چی فایده کرده؟ مور صدام بسیار خوب بود در عراق، عراق خوب نگه داشته بود، همه چیز تا پیشرفت تا علی همه چیز موجود بود، یک رسوخ داشت عراق، همین لیبیا را بدبخت بدبخت ساخته صاحب، یک لطه کنوار شد صاحب، یک چیز در اونجا نماند. بعضی دکتاتور ها بسیار کار میکنه در کشور، در رأس کار قرار میگیره، کارکن ورزیده همه امور را به دست میگیره، با دیگه ممالک جهان هم اشخاص ورزیده را دور خود جمع میکنه. امیال ایران در حقیقت یک حکومت دکتاتوری است. انتخابات در میان خود آخوندها صورت میگیره، اگر آخوند پس میشه اگر آخوند دیگه می همو حکومت آخوندی است، دیکتاتوری هم موجود است، مگر یک رسوخ داره به خدا همو روحانی در ملل متحد گپ میزد، هر چیز دلش میخواست با جرأت صحبت میداشت. بالای او که بالای از اینا تعذیرات انداختن دیگه 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 کشورهای جهان سه همی وینزویلا را هر چی زور زد و همی چی را برطرف ساخت، بولتن بود چی بلا بود سه او هم که اونجا دموکراسی را بیاره سده در کلا کلی از یاد زدن کشیده نشانه همه تو رو باوری گریخت از افغانستان هم میبراید. آخر اینا باید براین افغانستان مقاومت هست، جنگ هست دیگه هست، مگر تأسف ده ای هست که تا کی خون افغان ریخته شو حال خود امریکا پای خود جمع کرده. در حقیقت شما تو فکر کنیم که از لحاظ موجودیت فیزیکی امریکا بیرون شده، بیرون شده در مو قطعات نظامی خود در بیرسای نظامی خود قرار داره، مسکات ملر میره این این چیزا رو چکه میکنه حالا بده و آفرین و اونمو صدالای خالد است چی بلسته، یک چند تای دیگه از این جنرال های پفکی دروغگوی خاین رشوت خور وطن فروش ها سای بینیا رو پیش انداخته و سای الان امانو بده و باز یک کمی که زور میان سری از او سای باز میره و تایره امریکایی هم محل بمباردمان میکنه افغان بیچاره کشته میشه. امریکایی در جنگ دیگه نمیخوان که روی روی با طالب یا مخالفین دولت بجنگن، امو بیچاره افغان امو رامبیل چامبیل قصیش داستانش برتان گفته بودم قرار میته و خود در گوندی خیر شاندن سه و در اون طرف انتخابات، یعنی در حقیقت ایالات متحده امریکا یا ناتو بگویم در مجموع در 18 سال در جنگ ناکام بودن، در حکومت سازی ناکام بودن، در پیشرفت اقتصادی ناکام هستن، برای افغانستان هیچی جز خیانت، جز فحشا، جز همی چند تا رسانه غیر مردمی، اغوا کننده، تشویق کننده فحشا و چشم سفیدای همی بچه های فاکولته مکتب، یک بی‌حیایی عجیب و غریب صاحب در همی افغانستان مرا یکی گفت بشار برای ما جالب بود، این داستان شما ندیده نگیرین. روز با یکی صحبت میکردم گفت من افغانستان رفته بودم، گفتم اونجا خودتو
کوشش میکردی که نشناسه که خودت از امریکا آمدی. و ما ولی امور رمز نگاه کرده بودم و صاحب رفتم کالای قنداری دوزی پوشیدم و صاحب چپلی خریدم برای ما اینا. میگه بازم که رفتم در یک بازار سودا میخریدم، ما را گفت که چند دلار در جیبت هست. ما گفتم ما دلار نیم از قندار آمدیم. گفت نی تو از امریکا آمدی. گفتم چی فهمیدی؟ خب ما با لهجه قنداری گپ میزنم، لباس قنداری به تن دارم، چپلی. گفت ما از گپ زدنت فهمیدم. گفتم چطور؟ میگه یکقدر با ادب صحبت میکنی، ما افغانا بسیار بی ادب صحبت میداریم. و همون نزاکت هایی را که امروز ما نداریم خودت داری، حتما از یک ملک دیگه آمدی. دیگه ما چون گفتم از امریکا، میگم ما الان تعجب کردم که راستی همی کلچر برخورد افغان ها حتی تغییر کرده. یه ارمغان دموکراسی و در 18 سال همه طور صورت گرفته. به هر حال دوستان عزیز، سراغ اعلانات رفته، یک وقفه اعلانات، زود برمیگردیم. لطفا لاینایتان نگه دارین، خدمت شما خواهیم. مشترک را از لندن آغاز کنید. لندن شهر رویاها. بیایید شب عروسی خیش را در سالون عروسی کابل برگزار نماییم. سالون عروسی کابل با گنجایش 200 نفر مهمان با پیشکش نمودن غذاهای لذیذ و خوشمزه افغانی در خدمت شماست. اداره سالون عروسی کابل تحت سرپرستی خانم ماریا رسولی که یک نام شناخته شده در قلب ساوت هال شهر لندن است، با سابقه 18 ساله از شما پذیرایی میکند. بر علاوه محافل عروسی، شما می توانید هر نوع محفل خوشی فش را در سالون عروسی کابل برگزار نمایید. و عنقریب شما شاهد نمایشات تئاتری و موسیقی در این سالون نیز خواهید بود. آدرس: سالون عروسی کابل، ساوتال شهر لندن. نمبر تلفن: 0285743018 و 0753525 2796. په آلمان او ټول اروپا کې ګرانو هیوادوالو ته زیری، بخ هوټل په پورتا ویستفالیکا خولی ښار کې چې د هنوور ښار په 60 کیلومتر کې موقعیت لري، د میرویس زمانی په مدیریت ستاسو د ودونو، کوژدنو او خوښیو په ترسره کولو سره د افغاني او بهراني خوراکونو په اماده کولو سره د ګرانو افغانانو په چوپړ کې نوی په فعالیت پیل کړی. همدارنګه بخ هوټل د لوړو امکاناتو، عصري اتاقونو، مجهز او ښایسته سویټ د ناوې او زوم لپاره ستاسو ګرانو میلمنو په چوپړ کې دی. تاسو د لا زیاتو معلوماتو لپاره په لاندې شمیرو اړیکې ونیسئ: 0 ولس 9 اویا 2 ولس 10 ولس، 0 55 ولس 98 شپږ سوه شپېته. هر خونه میتونه با مورگنلند زیبا و چشم نواز باشه، چون مورگنلند به هر خونه میاد. با هر سبک و سلیقه‌ای که باشید، مورگنلند به خونتون میاد. مورگنلند با طرح‌ها و رنگ‌های متفاوت، مرتبین فرش‌های دستباف و ماشینی در هامبورگ، نقش در نقش، رنگ در رنگ. شما می توانید برای خرید بهترین فرش های دست باف و ماشینی به آدرس های بروک نو، هافن سیتی و بیلشتراسه 118 شهر هامبورگ مراجعه کنید. فرش مورگنلند، فرش با کیفیت.
برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند، در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده. شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع از بهترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان می باشد. مراکز توزیع برنج پامیر: آلمان، هامبورگ شرکت پامیر، دوسلدورف شرکت ساعد، افغانستان شرکت پامیر نوآوران هرات، کانادا وانکوور شرکت خیبر لیمیتد، انگلستان شرکت پامیر لندن. دانو سلامونه و احترامونه بیا هم ستاسو خدمت کیو د افغان پیام تلویزیونی خبرونه په ټوله نړۍ کې خبريږي. دوستان عزیز، عرض سلام و احترام داریم. بالای آن چی گفتم ان شاء الله دوام میتیم. به هر حال جکی دوستان شته که خبر دلخراش اخبار طلوع هم را پخش کرد که یک دختر خردسال در ولایت بلخ سر بریدن و در اخبار آمد کل افغانستان سر بریدن. در حقیقت یعنی واقعا یک ماتم ملی در افغانستان باید اعلان شود، نه از صندوق انتخابات و نه دیگه، یعنی یک مرض مخفی در درون افغانستان در حال جانکا در حال جریان است که از درون میخوره وطن ما را. و ما چرا متاثر هستم؟ ای کاش یه طور نمی بود. ای اشغال ها و ای رشای قبلی طول تاریخ قدر زننده و افکار کننده نبود. این بار خود ما را تعلیم می تا که خود ما برباد کنیم، یعنی برای خود مضر باشیم، برای خود کوبنده باشیم، خود نفی کنیم فرهنگ خود، تاریخ خود. یکی به جان یک دیگه ما را انداخته، وجدان ما را، ایمان ما را همیشه در یک یورش و طوفان قرار داده. این را افراد و اشخاص که قدر مغزشان کار میکنه و عمیقتر از امو تعصبات مذهبی سمتی کی طالبیست و کی فلانیست و دیگه است، دیگه از او میسنجن، فراتر از او میدانه که فاجعه فراتر از بالاتر از ای پرده های تاریکی که بعضی ها زمزمه میکنه یا افکارشان تا امو حد کار میکنه. اونمو قشر بیچار مبتدی سیاست ما تا امو حد افکار ما کار میکنه. ما میگم فلانی طالبیسته، آنه بی طالبت ناکام ما دل که گل بدین چی که دل نمیدانم یک چند تا خائن عبدالله برد یا باخت یا نمیدانم اشرف غنی بابای تو گفت فلانی گفت. متعجب من به ایست که یک پشتون امروز در شرایط فعلی هیچ کس بابا نداره. اما الازرات بردن در افغانستان خلیزاد گفت، گفتم که رفتم تنها در اتاقش، در آمدم در وزارم قلف کردم، گفتم باشم خود پادشاه چی میگه. پادشاه را میگه پرسیدم، گفتم شما میخواین که پادشاه افغانستان باشین که ما بالای امو کار کنم؟ میخواین آرای مردم را ببرین انتخابات صورت بگیره یا میخواین بابای ملت باشین و باعث یک ریش سفید عمل کنین؟ امو انگشت بابا را میگه قایم گرفت که ما میخواین بابای ملت باشم. این باباهای دروغینی که در دل مردم توده ها جانه داره تحمیل میشه. وی بابایی است که توسط ایجنت امریکا افغانستان اشغال کرده، وی علازت میخواه که بابا باشه توسط ایجنت امریکایی که افغانستان اشغال کرده. و ما ملت 40 سال برای زمین آدم سلامی زدیم، اولادای عزیز صاحب که میامد کل راه ها مسدود میشد که
پسر نازدانی الازرت از این محل میگذره، باید رسم احترام کرد و پادشاه را صحیح خدا میگفتن. این دوتر اجتماع تو افراد شما داشتین و دارین امروز که عقلشان تا موی سکار میکنن. حالا میاله که فلانی باباست که الان چاچاست، دمی شعارهای میان توهی بیمانا اشغال کار خود میکنم، قوه اجنبی کار خود میکنم، میاله خود دوام میده. یعنی میتونست این البته ما تا جایی که خودم میتونم حدس بزنم از قضایای افغانستان و حدس ما به این معنام کمی وارد است که ما کدام شخصی کدام مدعای در مسائل افغانستان ندارم، به کدام حزب مربوط نیستم، به کدام طرف جناح، صرف یک تحلیلی دارم و از راه های دور در یک تلویزیون نشستیم، از اوقع خدا خودم میابم و از افغانستان هیچ محرام میدارم که پول افغانستان بکشم یا ما خودم برم در رأس کار افغانستان قرار بگیرم. گفته بعضی ما اینجا برای ما چی میکنه؟ میگه که خب شما خیلی چرا اینجا نشستین که نمیدانم چطور، که این چیزایی که تنهایی که هیچ معنا اینجا نشستیم، اینجا خود جای است، ملک خداست و در اینجا ما نشستیم برای افغانستان چرا در خدمت قرار میگیرم، از اینجا نشستیم در اینجا فعالیت هم دارم. مغز افغان تا موی سکار میکنه کی در کجا نشسته. بعد من میرفتم در مرگ می نشستم و سر دروغ میگفتم، پول میگرفتم و دوزی میکدم و بالای خود مردم خود تعمیل میداشتم که بازورم اینا فحش و ناسزا میگفتن. ما تا وقتی که خود اصلاح نسازیم در نفس خود ما تغییر نیایه، یعنی شما باور کنین که خداوند حتی تغییر نمیده. مصطفی جان فیسبوک به هر حال میریم سراغ. بله سلام علیکم. آقای خطاب سلام علیکم. و علیکم سلام. سلام به همه هموطنهای مثل صفی الله ها، مثل عبدالمنان ها، مثل عبدالحنان ها و غیره. ولستازی بسیار دامدار است و همه کسایی که سر خدا برای آزادی و استقلالی وطن و ناموسش دادن و کسایی که آماده هستند که تا یکی آخرین اشغالگر در درون وطنش ناموسش تحت تهدید قرار بده سر خدا فدا میکنه. سلام به اونا. واقع خطاب خود گفتی که سلام علیکی تو اسلام در راه شد. اولا همین نکوه میکاره رو دیگه بیاده زود که این لینا پر. واقع خطاب شما ببینین که من از این مردم تشکر نمیکنم. شما خود در فضل فروشی یا داخل اگه کدی آقای خطاب هم وطنهای عزیزی وطنت توته توته میکنه. فاجعه قدر کلان است که من در دو دقیقه یا یک دقیقه که آقای خطاب تشکر است که با ما وقت میدی نمیتونم کل زیره بگویم. ای از مردم من تشکر نمیکنم، این تشکر از او کسی میکنم که سر خود فدای رأی باطل میکنه، از او من تشکر میکنم که با وصف ازی که خوب گوش که هموطن عزیز، اولین نام که از کشور دیگه برات میگم او کیست؟ پاکستان. پاکستان، امریکا، ناتو، چین، روس، ایران، ترکیه و غیره، جمع ازی، کل ازی و کل ازی و لعنت الله و سر ازی کسایی که این نامزاد بازی امریکا را قبول کردن. من گرم را حکمتیار و به کسایی که کاپا و مور وطن فروشی خود فروشی و ناموز فروشی را بر روی خود زنن، کل از یا جمعن 1,000,000 رای پیدا کردن نتانستن. الحمدلله اگه آرای تقلبی را ازش بکشی از 1,000,000 و چند، 600,000 باقی میمونه و بس، و این 600,000 وطن فروش است من جمله حکمتیار. و من اینا رو یک چیز براتون میگم که رای حل، این رای حل وقتی وجود داره آقا جان، که نامت طالب بان یا غالب او مهم نیست، چی میگی واقعیتت، ظرفیتت، حقیقتت چی است. رای حل او رایست که در درون افغانستان یک حالت بیایه که عامل شمور بل اسلام و افغان که واقعا آزادی خواست، استقلال طلب است، بر رزوم و یستر شود. و این قطر نیست،
رای حل قطر قطر وطن فروشی دوم است و از این خاطر ما براتان میگویم هموطنهای عزیز و به میلرها و مسلمان نما مثل گلبدین جان و ما پاکستانیا و عمال و مشروع قطروالا که بازی شما دیگه ختم شده و او مجاهدینه که واقعا سر خودم میتن و خاک خودم رای آله گرم سر خدا فدا میکنه اولاد خدا مانده و خدا میریزان زیر تانک امریکایی او باید بفهمه که وقت عزیز که او شار باشه و رزیک و رزبین میبره و به عوض خود نفر اول و دوم و سیوم انتخاب کنه و او کسی که آزادی خواه باشه و همت و شامت مردم داشته باشه. اگر به حدیث و قرآن نفهمیدی مهم نیست، اوی که شهامت و امت دفاع از وطن. تشکر آقای. بله، اما چاجان یکمان که طرف دیگه هم گیر تبدیل کو بیادر این چیز میگی اروز منطقه به یک نحوی دیگه به یک زمانی دیگه ما نفهم مکانی تا کجاست. به هر حال اگر وضع را تحلیل کنیم بالا انتخابات بالا پالیسی امریکا که چی خواهد کرد تصمیم میشن چی هست، اما این چیزش خودت میگی یکمه که شما همی پروگرامایی را که شما ایسا میگیرین هر روز یک بارم بخشی که شما صحبت میدارین را ببینین گوش بتین که چی گفتین. اگرچه مسائل افغانستان تکراری است در بزامی خود، مگر مسائل رویدادهای روزمره که چگونگی انتخابات را سرش میتانستی گپ بزنی و همچنان پالیسی ایالات متحده امریکا بعضی چیزهای دیگه که معلومات تحصیل میدارین در طول یک شخص متجسس معلوم میشین. بله، سلام علیکم. علیکم السلام. بفرمایید. سلام علیکم جناب خطاب صاحب بلنده سخن اوریان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرم. آغاز بدبختی مردم مسلمان افغانستان از امان کودتای ثور 57 خلقی ها و پرچمی های وطن فروش تا کنون بوده است و خاطرات بعضی از رژیم کمونیستیشان در ذهن مردم باقی است. انتخابات چند دوره ریاست جمهوری و پارلمانی نشان داد که آنها هیچگاه در میان مردم جا ندارند و به تاریخ سپرده شدند. چند تن از آنان که خود را علمدار و وارث حزب پرچم و خلق می دانند با اشتراک در انتخابات سال جاری اخیر که نتایج منفی که در قبال داشت دانستند که منفورترین مردم در جامعه امینا هستند. چند تن از این فرصت طلبان به معرفی گرفته می شود. یک، جنرال نورالله قلومی، یکی از اعضای برجسته حکومت ببرک کارمند و دکتر نجیب که در طی 17 سال اخیر با بیعت به غلامان امریکایی به شکل توپیلی در نظام جا گرفته و دو بار کاندید پارلمانی بود ولی کمترین رای مردم حدود 200 الی 300 نفر را به دست آورد و این بار با بسیار بی‌حیایی و بی‌شرمی خیال ریاست جمهوری را به سر داشت، ولی در آخرین روز کمپاین با وعده کدام وزارت به تیم آقای غنی تسلیم شد. آقای علومی در طول مبارزات انتخاباتی از شعارهای کاذبانه دکتر نجیب استفاده میکرد و فکر میکرد که نجیب نزد مردم محبوبیت دارد. وقت دانست که اشتباه کرده است تسلیم شد، در برابر وعده کدام وزارت را ترجیح داد. دو، آقای کبیر فرایی از اعضای برجسته حزب خلق و پرچم در دو بار در انتخابات پارلمانی کاندید شد ولی در هر دو مرتبه کمترین آرای مردم را حدود 150 رای به دست آورد. آقای جلیلی با شعارهای آتشین دوره حاکمیتشان به نام پدر وطن، مادر وطن و امثال آن و هم با پوشیدن لباس عسکری و خود را یکی از معاونین دکتر نجیب معرفی کرده بود و برنده شدن خود را از آدرس مادر وطن و معاونیت نجیب قطعی می دانست، ولی نتایج قسمی انتخابات نشان داد که این مزدور روس ها کمترین سیلی را نسبت به دیگر کاندیدان چشید و آخرین بار نشان داد که نظام کمونیستی خلق و پرچم دیگر در افغانستان جایگاه ندارند. 4. حکیم تورسن، این دلخه که خود را از اعضای بلند پایه و دستیار دکتر نجیب معرفی می کرده است،
شعارهای بلند پروازانه مثل رفیقای ازبیش داشت و خود را تا هنوز هم برنده 100% انتخابات میداند، در این روزها وسیله تفریح و خنداندن مردم گردیده است. صحبتهای این آقا میماند به نمایندگی از رهبران عمان دوران تاریک را می نماید. احمد سعیدی این شخص که خود را عقل کل می گیرد و در طی 19 سال نظام به اصطلاح دموکراسی به عنوان تحلیلگر و کارشناس امور سیاسی معرفی کرده است و در همه مباحث تلویزیونی اشتراک می ورزد و در انتخابات پارلمانی اخیر اشتراک ورزید و فکر میکرد که رفیقای حزب خلق و پرچمش در بین مردم نفوذ دارند و برایش رای میدهند، ولی برای این آقا هم روشن گردید که جز 180 نفر آن هم اعضای فامیل و دوستانش دیگر جای ندارد. این غلامان باید بدانند که نزد مردم افغانستان جایگاه خود را از دست دادند و دیگر عوض کاندید شدن در انتخابات را نداشته باشند. و من الله توفیق. بسیار تشکر، بسیار جالب صحبت کردین طور معمول. بله، سلام علیکم. سلام علیکم محترم. سنگ برور ساعتی که در صاحب خیر و خیریت سال ریسی او دیره منانا بیان پا تکرار شکل چی پا دی عرضی چی ستاس تسپین و خبر و پرگرام چی هر پنج شنبه او هر دو شنبه من گرد در جل کمی منتظری و چی سواح پا خیر شروع کیگی او واقعا چی تسپین و خبر و پرگرام در چی ستاس دخل و شخصی تحلیلون نا من دیر تاورو او در زن نور و دوستان نم چی خبر و ترازی او منگم بکی خبز رونت شو چی سم پا ویلوی زم خوده امکانات نه په استفاده غواړم چې اول د انتخابات او په حق لاند مرور وکړم. تاسو هم پوره معلومات راکړ، ولې اوس چې د دیموکراسۍ او د جمهوریت او د امریکایي دیموکراسۍ او بشر دوستۍ ته پام وکړو. د کرزي په راتګ کې چې 2014 کال د انتخاباتو اوله دوره وه، 12 میلیونو کسانو سهم اخیسته او په رایه ګرۍ کې په 2009 کال کې چې بیا کرده دویم وار دپاره انتخاب شو، نو د 12 میلیونو نه 50% خلکو کم شراکت وکړ، یعنې 6 میلیونه. د اشرف غني ته درېیمه دوره چې په 2014 کال کې خبره 9 میلیونو ته راغله، ولې اوس چې ګورو 2019 کال چې څلورم وار انتخاباتي خبره د 2 میلیونو نه هم راښکته شوه. حال دا چې یوازې په کابل کې تقریبا سړی ووایي 6 میلیونه نه زیات افغانان ژوند کړي، او 2 میلیونه د هغې نه هم کم که سړی د افغانستان د نفوس په مقایسه حساب کړي. نو په واقعیت کې د 50% منتخب رئیس جمهور چې دا هېڅ مشروعیت په واقعي شکل نه لري، په دې چې په نوره دنیا کې او نړۍ کې چې واقعي دیموکراسي ګانې دي هلته حد اقل په 50% یو وکیل مخکې د مخکې امضاګانې پوره کړي تر څو چې دی د پارلمان ته په وکالت کې د انتخابېدو اجازه ولري. او زمونږ کوم ملک متاسفانه چې په 50% خلک رئیس جمهوری ته ځي، چې هغه 50% هم بیا په 300 کسانو تقسیمي او په هغې کې بیا هغه 2% والا بیا کامیاب وي. نو یو دا مسله، ولې چون وخت کم دی پهمان کې زه ستاسو د خبرو د سولې په هکله چې لکه د ناټو د ستولتنبرګ په خبرو چې څو موده مخکې په یو امریکایي راډیو کې چې ما تېر وارم دا مسله یاده کړه چې هغه دا پیشنهاد کړه چې باید د طالبانو او د امریکایانو تر منځ ودرېدلې خبرې باید بېرته د سره شروع شي. او اوس جنرال میلر خبره چې تاسو مخکې وکړې په عین زمان کې چې زه همېش په دا بین الافغاني خبرې د الټرنتیو په شکل تېر وارم، زه د علما مجاهد هم دا پیشنهاد وکړ، ولې هغه سم پوه نه شول، اشاره راسن جنګ ته بوتله. ولې اوس د امریکا او د روسیې استاد د افغانستان په مسایلو کې هغه هم نن تایلان وکړ چې روسان غواړي یوه لویه غونډه بین الافغاني غونډه د همدې میاشتې په جریان کې چې شرایط ورته مساعد شي او دایر شي. نو زه بیا هم په همغه نظر چې تقریبا زه یو خوشبین احساس تر اوسه لرم چې په هر شکل چې دا دولت غیر مشروعي دولت دی، خپله امریکایي تحلیلګران هم نتیجې نتیجې ته رسېدلي چې غیر د سولې نه بله لار نشته دی. او زه بیا هم امید یم چې همغه خبرې چې نهه پړاوه یو کال دوام وکړ هغه نتیجه یې بالاخره په یو شکل
بله شکل بیارتا بیادستی پس دیر امانان از تاز بگرم پس نو از تاز وقت نیستم دیر امانان خب دا ترامپ چی اعلانو که یو لیوانای اعلانی کرده ایزا دا امریکا مایران پاتی سواله بله خواب انتخاباتی دا انتخاباتم دا سی دوی تا کم بایبل و تورات و انجیل نده خب اشرف غنی ویسی هری ویسی ویسی خب انتخاباتو سو دا دیموکراسی منتا ملت رای نو ور کرده یو لار ورت جوری یو توجیه ورت جوری و ایدا حکومت موگا غکو خلکو او غختی چی او معقد حکومتی یا موگا وزو دا حکومت زی پا مخ خار خواد چی مندی وی لار دیسی دوی نو بیا پا دیب چی نگردی چی افغانستان که وور بلیگی و گلان کرل کیگی و دا کیگی تر اغا آخر پوری دوی غواری چی دی وطن که خپل گتی تامین چی یا مشخصه دی استعمارگران و امداد چی روسان و چی انگلیس دی و چی امریکا دا خپل گتی گوری چی پا افغانستان که تر چی وقت دی دالتا شرم و تربرگینیت و چی بیا با خلق پیغور راکی و دا کی دا ورور نست پا دا سیاست کی سیاست دی نور و یوادو لکه امریکا لکه او ماشین دا ماشین تر اغجای مندی وی چی کولی چی اغجای پوری چی گتی دی اما ماشین استفاده کی گی بیا ماشین خواتو لی دا سیاست که امام داده چی بیا والا روسان با مکتب وی چی والا پازم پریتا چی سمرا غوی بزدل وی و دا وی لکه افغانان چی غون شاندی مگه پا گیلو و گزاری و پا قهر و پا تانو بندی اگه کی اگر چی دا مگه دا اوس موجوده دا خپل نظام دی سیاسیم چی دا دیر بی غیرت سوی دا یو چا ویلی وی دا اشرف غنی هر وزیر تا دی خزی کنزا کی و آقا وی بیازان کن و چی لار چی برنده که چی موانه و ریدل دی چی که آقا مرتووی دای مرتووی خو آقا بر طرف کی بی آقا ماش و پیسی و گتی وی لمنزی آقا وی چی برور لیوانه مکو کنزا دی کی و لیوانه سرای دا زمه دا خپل کار کومه میاست که ما تفرزن دو دره لکه دالر هم دا غیب چوکی رازی نو زوالی اشرف غنی تو دره گم چه تا چه چه ویلی دلاز چنده ایتا بم هم داسی هم داسی آقا ایرات ما ایرات تلالای دا داقا نورو کم هم داسی دا داقا کتر و تبوکی هم سب داقا خپل انگیزه دی پیسو و دالر و متکی بودن و دا خپل امرار دی حیات پا نور و باندی لکه پرازیت غوندی دا اجتماع دی افغانستان دا حکومت دی افغانستان یو پرازیت دا پا بدن دی افغانستان کی چه نور خلق که مواد راولی و دوی خوری و هر حال بلی سلام علیکم سر السلام علیکم خطاب سی ورورا چنگه خیلی جور پا خیلی الحمدلله دی پا خاطر چه منگم شوایو اجازه را کرد چه نن ده الحمدلله نشروع کم چه عبدالله خان ویلی اوی اوبل الحمدلله همشته چه احمد شاه جان ویلی دواره سره تقریبا مبالغ آمیزی دی او زه غارم چه او خپل برداشت او خپل خبری چه از مادر کی دی اول ساس و خدمت او ام جناب خطاب سب وز فعلا ایچ تروس نتیجه معلومه نده او اصلا خپل جریان ده انتخاباتو هم په هغه تور چه دوی امید لوده او زه اوس وایم چې الحمدلله عفی پورا نشوه او دا پایلته چې زما په نظر یو دا چې د طالبانو د مجاهد صاحب خبرې چې په هغو ورځې د ده وخت کم و زه ونشم کولی چې درشم په هر حال د هغو یو خبره وه اخطار و اعلان و او بل دا چې ځوانان هغه خلک چې کسپینګیری وي و ځوانوانوي خ جناب خطاب صاحب د سابقه کړوړو نه د دوی ښه ارمان و ښه خاطره نه لري نور نو نه غواړي چې عطاوي ویلی چې دیګه ما نمیریم که رای ما باز در معرض فروش و در معرض مذاکره قرار بگیره. به هر حال آل امی عرف پس به این شکل که به حساب آمد ما برای شما عرض میکنم که برای ملت شریف افغانستان که همه طوره که قبلا عرض کردیم که تا در این مملکت اونمو تو جغل کاری نشه که این آرمان دشمن سرسخت بشریت امریکاست و متحدینش است و در این زمان تا مردم ما را به زانو نبیاره این کار صورت نمیگیره. دا
در آخرین تحلیل مت برداشت میکنم خوب بفهمین عبدالله خان کشکلا خان که گفت ما پیروز استم، پیروزی از این جایی را نمیگره و نه در اینجا جامعه جهانی و نه ملت مردم و نه امریکایی را مورد تایید خود قرار میده. دلیلش ایست که اگر ای آقا به میان میایه تمام مردم متحد میشن، ملت ها علیه از او متحد میشن، به شمول گلبدین، به شمول طالبا، به شمول حتی این نور امروز گفت که ما ای عبدالله خان چه رقم ای آدم زیر ضربات کوبنده خود میگرفت. او کار شدنی نیست. حرفی که من فعلا به اجازه توای خطاب که یک وقت گفته بودم که اشرف غنی در تبانی امریکا و طالبان، ای آدم امی حرف شما استکرار میکنم که آش میخورن ولی کاسه میمانه. ای کاسه انعطاف پذیری را داره. اشرف غنی امکانش است که با طالب یک دولت زورمند، یک مملکت قانونی را به وجود بیاره و مردم ما از این جنجال رهایی پیدا بکنه. با موافقت آرزوی مردم دیگر اشرار مرد، فقط یک نهضت نو به وجود میاد هر وقتی که آمد. بخیر بیاد سب، لطف کردین، خدا کنه که نهضت نو بیاد و سب آنچه که شما میگین و نهضت دیگه تو نو باشه، کاغذ پیچ که دست نخورده باشه، تخم مرغ که در زیر سینه مرغ چوچه میشه. بله، سلام علیکم. بله بله، سلام علیکم. و علیکم سلام. خدا دیو که خطاب صاحب محترم چی تاش خواه قبل محترم نور خیر خیریت و انشاءالله. تشکر تو خیلی صاحب جور بخیر. اصف ما در ورجینیا نمیزنگ و حلال ما مختل چه خل نظر وران دکرم در دیوسانی حالات و ببارک او استاس و ابری بلکل تایید او ما در کم حالت چه روان در افغانستان که اول خو زمانگا غطا گله باید خپل ملت نوی زکر در دیر یا ویدا و مر ملت ده خب مون پوهیگو چه سراوان دی او پدوار استرگی گورو چه اشغال ده او امریکا زمون پا وطن که اشغال کرده او پرتا ده او ده انتخابات ایسی او معنی نلری لکه ده تیر دار انتخابات که هر سمر خلق رای ورکی بیا هم انتخاب زمون نده انتخاب ده پرده یورده او بیا هم دوی خپل جوان دی خپل ده اولادو آغا نفقه او هر شب خطر کیا چوی او زی دوی بوتونه ورکی آغا اوتونه چه هیچ اهمیت نلری، هیچ قابلیت نلری. نو خدای دی وکری چه مونگ دا خدای پاکش دا زلد صدق نا دا توبه او دا دویخیدو توفیق راکی. او که دا سی ونشی نو زمونگ ستاسو وطن دیر پا خواشنه سروایمه چه دیر یو خراب حالت طرف تروان ده. بس دا غزما خبری وی دا درست وقعی دیر ملی وقعی دیر تشکر. بله سلام علیکم. کتاب صاحب سلام علیکم. و علیکم سلام، ستوری مسیح صاحب. کتاب صاحب کور ودان زمره دا چه دغد نفر شتاول کندهات ته ولاری افغانستان ته او پیژنده چه سر امریکا سره غلی ده حق پا جانب دی دې د خدای افغانستان د اوس نه دی دا تازه دا شل کال کیږي د کندهار فرهنګ د موینس تللې دي حتی د هلمند څخه په شل کال دولسم فارغ نه دی راغلی اڅه پیسې شوې د معرف خدای شرلتان کرزی او فاروق ورداد د دروازې سپي ګر خدای د سوال مدایلان وکړي اگر زیلانو د کندهار د معرف پیسې ګر دغه شو کړی هغه یو ډول لیدې کندهار ته هغه بشوا د فرهنګ خلک پاتول دا په جیب ته جوړ ورکی او د نسوارو د بلې بي فاروق تاسو دا ستا برنامه چې ده دا یو د غراز یو واقعنه چه برنامه دې ده چې دا زه چې دا شل کاله کېږي تعقیبوم دا د دې ګرده په اصطلاح د ستاورده ته په صفر کې ورزاد کې تر اوسه پورې دې ستاسو کریډټ نه دی وړی هر وخت دې کامیاب سول لرل پر جبار ثابت باندې هم راکوم چې راسه د ده پر چینل راسه د کرزي نور جنایتونه مو ووایه هر وخت د خطاب صاحب د کانکور څه کامیاب سولې نو کامیاب یې په مخ کې شه نو ګلو ګلزار یې کنه نه چندانې میدان سې وړی د کتاب صاحب سره مترې که نو برنامه کې دمو ویل چې کرځه دا کړی زه وایم بیا وایم کله سبب مړی هغه به ګرد ګور یو سي دغه سره هوا چې ژوندې چې کرځي نور څه جنات نه کړی دي څو نه پیسې واځي د اراد شاروالي 500 مليون سره هغه ته ستدي مشاته سم نه مې پیسې مې کرځي تور کړی دا هم خدای صاحب غني دلته بایلو ول په دې د بای دا ول سوله کړی وای د خلې بیم ګر تر بدار سي وای د دنیا امنیت ضرورت نه و ډیر راي به بڅو تا چولي وای اوس دې شو سوله د خو بایلو ول طالب
طالبانو کریډټ خو بخوامو اوس په دې وخت کې چې ریو او کومندلان د ګرد واحد ګرد مردي پروپاګاندا په شکل نو لکه کې می دغه دغه ساګلانی د ګرد شدي شل ګروپ دي حسابیت سوال یو اړ په اختر کې واحد ګروپ دا هم ثابت کړل په یو کومندا د امنیت خراب انتخابات پر نه سوال یاندي واحد دي زنده به طالبانو په خیر راځي چې دا قصې پنسانان تاسو اصلاحي اول څه خطاب زو سایلانو نو شال د الجزیره پر خبر باندې رالي چې د عبد الله کلیم د ریاست جمهوریت هغه اوس لا هغه چم بیا کوي سبا دا واکې چې بیا ما سره خبر سوې دي غواړي بیا د وزیر خارجه امریکا په سلسله د دواړو لاسونو پورته کې بیا د غنی سره یار یو یا ګلبدین نارو کې یوړل هغه سره بیا شریک ده دا بیا اوس د مخلا دی اعلان وکړي چې ما یوړل او بل ډیر شرم ځای دی دا ما چې ساګو ما چې خران دا ایسا ګلانی د ځکو خاص ته به په خپل کرامات راغلی وای ته نه شرمې درې شراله د در وزیر لاندې کښېنستلې اول د سبت الله بچوړی چې زوی دی کې ورور دی که څه مردار ژر يم ده هغه مولان تاسو نه کوم اصل کوم قبضات خل دي څو نه کسي انسان هاندي اول ساګ اعلان ته یو کسي انسان څو نه زکه دي په سر خروت کې غاس کړل له نه دا حساب اول وای شرط خپل کرامات پر غل وای او بل هلنده یې نه ګلانې سو لا چی وای ولا څه کو نور غلي نور لا که حد شي دی و د خپل دی په بل غرض اوس مو دی په سر وای دي دا خو خیر ما چې سګار ما چې ثابت ساګ اعلان خو دی دا ډیر کی خبر جوړ کړ او زنده باد پیغام افغان او تاجس د ساور داج په سپر کو زده ساده لاسه کړی چې ګر خونه او سینه بغل نه خدای دې نه کیسه بلی سلام علیکم سلام محترم خطاب صاحب سلام علیکم و علیکم سلام رحمت الله خیسه سلام محترم خطاب صاحب ملت اول از ضربه وارد کړه اول از ضربه ملت وارد کړه چې هغه د انتخاباتو تحریم و دو هم از ضربه په لار ده ترامپ خیمانه ده بولتون برطرف شوه این شالا پا ده نیجده وقتی به ملت دیوی آبرومندانه سلح شاید بی اوس نه افغانان او نه جهان ده جنگ دوام پا افغانستان که غاری طول جهان طالبان پا رسمیت پیجندلی سفرونه دی مملکت دی جهان مختلف و مملکتو تروان دی دی بلی خانه که دی افغانستان او ذات گورو جهان دیر پا برکه دی حتی خلیلزاد چه دی طالبان و سخت مخالف و دی صلح پا آخری نمرحله که اعتراف بکن یعنی دی طالبان و پا صداقت استقلالیت اسلامیت و وطن دوسته اعتراف بکن نن روزی خوشحاله خبره دقیده چه ده انتخاباتو نه معلومه شوه چه افغانان سر متحد شوی پینزه نوی پیسده افغانان نه اشغالگران غوری نه اصارت غوری نه دیده مزدوران غوری دیره منه نخیده خدای دیو بله سلام علیکم بله سلام علیکم سلام خیلی خیر معلم صاحب جور بله معلم زلندانی و قاضی صاحب پسیز بانه واته و قاضی صاحب خو آقا وای چه دا لطانا کانکور نتیری آقا ایمو کانکور که خوام دا قاضی صاحب هم سوال نکی لغو نکن ما عرض کور چه پایا دیدی تیر افتا ما وای چه که اکمتا صاحب غاری چه اولر عبرو خود دوره نلاری خو که بیا می اولر ولری بای بای کارتی که دا انتخابات و چا تا چیویسی و چا تا کار کهی دا ما تیر افتان دا غوال نو ساده ذات خجالت امور که نره جمهور سو اما غای غلامی دوده بخوری او بل دا دا غا پستری کول دا احمد شایی سنی معلوم نسو دا قطر وای قطر نو نور نمایندگان دا طالبان سوک دی ما تیر افتان وویل که دی پویل خودی دی وای که نور سوک دی او خو قطر کی بایدی یا پاکستان کی یا امریکا کی یا چیر تا خو بایدی دا بشر خو پا هوا کی نزورن دیگیز او دا غلامان دی وای اصلی دغه چې دی وای اصلی مجاهدین چې دی او جهاد چې هغه په افغانستان نه نه دا یو ملا په ټول پیژنو او دوی وای چې دا طالب چې دا کالی چیری او په څپلې پر ریکی دی جنگ کې یو دوی نوی کالی اغوستي ګیره وسمه کړی دی او ګومنس کړی دی نو په قطر کې خو نشي کولای چې د زاړه کالي واغوندي او څه د سپږې په دغه ږیره روان وي او څه بیا خو ځان دغه یادو باید یو نماینده خو باید ولري نو په قطر کې د ټوپکه سره راشي په قطر کې چې اوټو سره راشي خو لکې باید دولتي پاک کالي خو اغوستي نماینده خو باید سمارټ اوسي باید
په سره د خلکو سره خبرې وکړي، هغه څوک چې جنگ کوي هغه د ځانه وجه په لرې دا چې خبرې کوي د ځانه، لیکن یو شی د خلکو ته د افغانستان مبارکي وایي چې ټوله یې تعریف کړه او په هغه کې 50% د پیام د افغان برخه ده، په دې چې همیشه تا وویلې چې و نه نه ورو 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 خو تاثیر کوي ورور، انسان باید یو چاته ووایه په اوږه یې لاس کې دي ټیلی کې څه کوي و سړی ولې ونه رای دې څوک نه حسابوي ځوندیم چې بیا دې والوځي بیا چیغې ووایه چې هله مور مې زاړي خور مې زاړي بلا دې ووایه، نو لږ زره عقل که ونه لري نو بیا دا خو بیا خدای هم ویلي دي بیا عقل سړی چې عقل خدای چاته وایي خدای خلکو هغه وه که نه دي اصطلاح غوندې وه چې خدایه چاته دې چې عقل ورنکړه څه دې ورکړه او چې عقل دې ورکړه څه دې ورنکړه. دلته هم وروره چې لږ زره عقل ولري خو باید هغه کې نو خدای خو په قدرتو پېژني، کتاب الله کې څه ویلي دي هغه غوږ ورته کښېني. اوس خلکو خو تحریم کړي، مګر دغه دا خبره ده څوک چې ځانونه یې کاندید کړي هغوی باید لاړ شي په خپله مخه باندې، بیا دوی نه بیا نښتي دعوی هم لري او دنګلې هم لري او څه دوی په سوټو یې وایي څه ایسته څه او دوی وایي چې تقلب څه وایي د دروغ د او دا د بلې. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ختم خوب هستین؟ خیر خیریت شما زنده باشی. ختم محترم میگه چلا چی گله؟ ختم محترم همین از زمان پیدایش خلقت انسان همین بر ما بگوین که کدام شخص کدام قوم کدام امپایر مثلا کامیاب شد بدون حکم خدا؟ هر کی احکامات خدا را شکست دان ناکام است. ختم محترم و این حکومت افغانستان که از فعلا لعنت خداوند در کرس خداوند لعنت خداوند است، هر کی در اون جای گرفت لعنت خداوند بشه اون ناکام است. کل از یا ناکام ماندن خجالت بکشن بشرمن و خداوند جایشون اون کامیابی را با مومنین الحمدلله چی کرده واده کرده، نه با مردم خر بی‌ناموس وطن فروش. خداحافظ. تشکر. بله سلام علیکم. بله الو سلام علیکم. و علیکم سلام. بله سلام علیکم. مهربانی. سلام علیکم. خطاب سلام علیکم. و علیکم سلام. مهربانی او کیسه؟ اورور څنګه چې جوړ خیرت ده؟ ولا شکر لكم چې غږی کیسه تاسو. زه سبا ته خبر نه غږیږم. خاله په خبر خو ډیر ښه څه خبرې دي؟ او و صاحب ولاته زه خدای تاسو پروګرام همیشه تعقیبوم، ډیر ښه زبرخ پروګرام ده. الله تعالی دې تاسو کامیاب لري. تاسو دې قران مجید ترجمه مې دا تعقیب کړی دا غم تقریبا زوای محرم یاد دې کې ورته ختمومه. او ته قربان خبره مې دا خو بل خبره مې دا کوله مال ته دا اشرف غنی په ټیم کې نن سبا دوی وایي کمونستان چی وایي ته موږ دوباره بیا راځو قدرت ته، که اشرف غنی وګټله موږ دوباره بیا ته قدرت ته راځو. اکثر کمونستان وو چې اشرف غنی په ګروپ کې داخل شوی دی. نو دا یو خبره بل الته دا د امر الله صالح اوس نن بیا اختار ورکړی ده که د موږ حکومت راغی موږ به خلکو سره داسې داسې وکړو او زندانو ته به یې ولیږو او داسې به وکړو داسې به وکړو. نو او چې تقریبا دغه د یو څو موده مخکې د په کابل کې یعنی ترور دومره زیات شوی و د دې اشرف غنی په وخت کې د خلکو نه به تاجغټله تاجرانو نه به یې سرمایه پیسې غوښتلې چې چا به ور نه کړې، یا به یې ترور که یا به یې داسې په داسې یو شکل باندې به یې قتل که چې یعنی سړی به نه پوهېده چې داته دا تا په دیپلو محمود خان چې د یو کس و که شاید تا یې نوم هم اورېدلی د حاجي الله نظر زوی خدای نظر نومېده او دا د نوم به دې اورېدلی صاحب الله نظر مې اورېدلی و تاجر و ښه و تا یې هم همدغه سې قتل کړه پیسې پیسو لپاره همدغه د حکومت غټ غټ خلکو کسانو لاس ته پکې نه تجار نه کاریګر سړی که کابل ته تللی نه چې د دوی لغه نه دوی اقوا نه غواړي خطونه ور اچوي چې موږ ته دومره روپۍ راکړه او که راد یې نه کړې بس دا کومه ما کمپاین روان ده کمپاین کې مې مصرف شوی ده همدې اشرف غني دا کار کوه دوی غونډه دا نور هم کړې ده خو موږ دغه هغه تاسو ته کوو ځکه تاسو د رادیو له لارې نه تلویزیون له لارې نه غواړو چې دا موږ خبرې نشر شي. او درست وای دا خبرې درست دي. بیا امنی دا کابل ته نور هم تللي دي شوکونی دي چور ده یو سړی په عام سرک کې راګیر که کالي هر شی ترې واخله پولیس مولیس هلته ولاړ وي ولاکه ورته ګوري وایي د ما څه ګټه ده په دې کې زه یې په مخه هم ښه سه
دا واقعیت لري د استوای د سن د تی وای د خپل شرایط وای یار څوک چې راځي د خبرې کې یار غملی وی چې ټلیفون تر واخلی زه په مخه خد لاړ شي حکومت مو حکومت درک نه لري بیا هم د عسكر او پولیسو دام چې دی ولاړی چې څو روپۍ جب کې ولوي د خپل فساد عام سوې ده حق د خلکو صفر ده ماته بل ورځ یو چا ویلی وای چې ترکیه ته تللی وم اسلام مې رښتیا په عمل کې د ترکیه په اجتماع کې ولید وایه چې تم تللی وم وایه د ما یو ټلیفون مې په لاس کې و یو چېرته لاړم نه پوهېږم سودا مې اخیسته یا ټکټ د تیارې مې اخیسته چېرته تلم وایه هغه ټلیفون مې زر ډالره قیمت لري امریکا کې مې اخیسته ده وایه سفر تللی وم وایه په همغه میز مې دننه ی دوی په هغه کې کېښود وایه زه راغلم له یاده مې وتل یعنې یو درې څلور دقیقې راغلی وم وایه همدا سړي منډې را پسې ویلې چې او مستر و مستر وایه سړی وای مال څه خبره ده وایه راسه دا ټلیفون دې دلته غسه له یاده وتلی ده بیا وایه زه پوه شوم چې وګوره دا رښتیا هم دغه ته اسلام وایي دغه واقعیت چې یو سړی دومره راشي یا فرضاً یو چېرته به تللی دومره به وایي خلک یو ښه برخورد به یې تا سره کوو هغه څه ورته وایي خلق حسنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خدای ورکړی و وایي دوی په دا کردارو کې ډېر خلق حسنه همکاري دغه په اجتماعاتو کې متاسفانه دي موږ په وطن کې غلا شو کونه حق د خلکو خوره دروغ وایه دا کوه د ډېر هم شوي بله سلام علیکم آقای خطاب عرض سلام دوباره دارم بر شما بله 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 هم یک نکته ده که شنیدم که تا آدم هم متاسف و متاسر می سازه خواستم یادآوری کنم کلتون در اخبار تحقیب کرد من می فهم همی کمپ مهاجرین که در یونان در امروز آتش گرفت کمپ بوده که چند برابر خود نفر داخل جای داده بوده و این در گرفت و قربانی های از این افغان ها بودن و این آتش سوزی بوده و بسیار تاسف برانگیز و تاسف برانگیز بوده برای کل ما و اینا ببینیم که ما یکی از پیامد های اینمی سیستم 18 ساله نه تنها که باعث کمبود مهاجرت و مهاجرین نشد بلکه به این افزود و اونایی که هم داخل میره از خارج داخل میرفتن در اونجا زمینه به اونا نبود این یک چیره دیگه از نمی سیستم میتونم میتونم تشکر درست میگین ما چند سال قبل حتی ما باید دارم که حالا دیموکراسی نواز و که نواز هیچ کونه نمیشه هیچ به سمر نمیرسه در امو وقت هم همی زمزمه میشود بسیاری افغان هم نلغه همی جوان های بسیار یعنی حدود 20-25 ما میگه در یونان میگه در این خاک روباه های یونان میرفتن و غذای خود پیدا میکرد لسانی از اونها رو نمیدانستن و یونانی هم میگه بسیار بد مردم هستن یک روی بدی میکنه یک ملک بسیار بد بیرحم مردم هستن باز در زمستان میگه بسیار خنک میشه و باز امی افغان های بیچاره امی جوان های که طرف چهرش میدیدیم تو آدم هم میگه گیریان میگرفت هش که آدم باز یه خانم بود در اونجا در آلمان خانم آقای سپاس اونا رفته بودن دنیای سپاس کمره خودم برده بودن پخش شد از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان امی جوان ها وقتی که امی ترک های کلان و مسافر چی میگه باربری میگه در یک محل میامد استاد میشدن باز اون ماشین از اون میگه داغ می بود باز اینا زیر امی موتر میگه میرفتن و میاساییدن که گرم بیان باز صبح که اون موتر حرکت میکرد میدیدی که امی افغان ها و از زیر امی ترک ها می دویدن هر طرف پراگنده می شدن بسیار یک حالت بدی بود راستی دمو موقعی حالی چون شما یاد کردین حالت زاری معنای زیر می تا که پس همی مردم جمع نشدن نه تنها که اونا همی خود کسایی که در داخل وطن زیر سنگ همی دموکراسی قرار دارن و ناتو قرار دارن و مدافعین حقوق زن ما قرار دارن مردای ما در حالت بسیار بد کریه و سر می برند وقت است بله سلام علیکم بله سلام علیکم و علیکم سلام خدا تاس و تلیزون لیدون که سلام نورانی و علیکم سلام مربانی ما یا نظر رو دیگه خب بارکی دا اکمتیار تست خلق لکدی یا غکی کنا اما خل شخصی نظر دا و بیتا تا سرم پی قارن چی تا نظر لاری خپل لاغا او ما ویل کنه چې دا څو کال دا ول اس کال او یا شل کال تقریبا ناغه په ورونو کې وو هغه وک ریاتي څه د څه خاص لا سلاونه نه نوي کنه اوس وخت کې دا فکری جنگ د میډیا لاره نه د ایديا خلک هغه کوي
ما ویلی چې دا وځل تر هغه دی هغه ته دې سره زم د موافق نه یم په یو صورت خو دا تکتیکی هغه دی دا ست دی به سره واخلی کنه راغه دی هغه ته سره لدی چې دې سره اگری نه ده دی دی دیموکراسي دی سیستم سره او دی حکومت سره هغه سره اگری نه ده خو دا اوس ډیر ښه په دې شو کنه هغې نه دا سوشل کال مخکې خلک نه پوهېدي دې ایډیا څه ده څه غواړي دا نیو نوی نسل کنه دا شل کاله مخکې خو لکه یو کالن به و دا شل کاله کې دلته چې اوس راغې خپله د ایډیا خلکو ته هغه کړه کنه چې مونږ دا غواړو دا غواړو او دا خلکو ته یې دا د اشغال خبرې مخکې چا ډېرې نه کولې اوس هر یو سړی کوي دا اوس همداسې زیاتېږي د دې زه فکر کوم د دې فائدې ډېرې زیاتې ځکه دا اوسنی جنګ دی د فکري جنګ د خلکو د اذهان بدلوي او هغه امریکا په دې کې ډېره کامیابه شوې ده د افغانستان دا ټول چینلونه چې ګوري دا د خلکو د غربي او د هندوانو دا کلچر پوښري کوي دا نوی نسل داسې تربیه کوي چې داسې بې ایمانه بې غیرته بیا هغې نه هغه بیا د اشغال او د دې شیانو کیسه کې به نه وي هغه به د عشقه او د عشق او د دې شیانو په کیسه کې به وي دا خبره سي تر ډیره حده دی هغه د انویسټمنټ چې دوی په دغه میډیا باندې کوي دا یهودانو نصارو په دې چې کوي دي ډیر کامیاب دي او موږ هلته د فرهنګ وزارت هم لرو نه پوهېږم چې دوی څه کوي دا فرهنګ دیدو دا سیریال باندې خلک داسې مصروفه دي منظره ترې نه پاتې کېږي ګوره چې دی الله پاک هغه ډیر مهم مونځ دی چې پرېښوده مونځ دی چې کانسټنټلي پرېښوده ته د ایمان نه خلاصېږي پې خو مونځونه خلک د سیریال لپاره پرېږدي دا بیا به څه په غیرت په هغه وکړي په ملک به یې وکړي په اسلام به یې وکړي په دین به یې وکړي او دا نوي خلک چې دا لوی شوي دا شل کلنۍ پورې دا خلک د فیسبوکو کې زه ګورم که نه داسې خبرې کوي که نه چې زه سړي زړه د هغه شي خفه شي ورته ځکه که نه چې دوی د هغه سره عادت شوي ده دا سیریالونه او دا چینلونه دوی سره چې هغه دي د دې د ایډیا بدله کړې ده د دوی دا فکرې بدل کړی ده ښه ورته سپین ورته تور ښکاري تور ورته سپین ښکاري زه تر ډېره حده دا خلک کامیاب شوي دي خو خلک شته اوس هم او زه وایم باید د دې د لارې نه خلک دا تبلیغ وکړي دا د میډیا د لارې نه او دا حکمتیار صاحب چې دا غلط صحیح ده غلطیانو خو هر څه کوي کړي به مې زه ډېر نه پېژنم خو کومې خبرې چې کوي صحیح خبرې کوي او دا مطلب می واخست څه ډیره مننه ډیر لطف دی یو شای خو دې اختیا ویلی دا په خپل په د متن دی د سټیج کې سره څوی هغه اثرات لري د خلک یو لري دا سره الته ولار د غیږي چې شغال ده دا مردود ده او بیا په جدي لهجه وایي په دلایلو وایي معقوله وایي دا اثر لري د اذهان د عامه باندې زم هم دغه کېږم ما حکمتیار چې هلته غږېږي زه په خپل پروګرام کې همدغه موقف مې ده دا وایم خو دغه بیا موقف فیزبي ده دغه موقف په خلکو پورې تړلی ده په همغه شرایطو کې باید ځان عیار کړي ډېر ساده کار نه زه خو ناست یم زه چا پروا هم نه لرم کوم خواسته هم نه لرم کوم حز پورې هم تړلی نه یم چې د یو حز پالیسي خرابه شي ښه شي بده شي داسې مګر هغه هلته پالیسیګانې لري حکومت غواړي اقتدار ولري بیا له هغه طریقه څه چې غواړي وي کي هغه یې موږ هم تایید کړه خو بیا انتقادونه هم دي یو سړی ده ناسته وایي چې دای ولې راغی اوس که دای رئیس جمهور شي خو باید د امریکا اطاعت وکړي چون دغه ریاست د جمهوري موجوده په دغه فعلي شرایطو کې دا معنی دې لري چې دغه له یوې خوا یې ردوي له یو بلې خوا ځان یې کاندید کړی چې نه زه یې منمه تایید ده یعنی ښه بد لري دا تا خبره درسته ده واقعیت هم ده اوس عبدالله چې ده امریکا ته هېڅ نه وایي شریکای بین المللي او دوستای بین المللي همکارای بین المللي هغه سره هېڅ دا شی نسته یا دا نورو هغه څه بلا د فرامرز ده که چې د تمنا هغه ناست و هغه هم همدا شیان ویلي یا فرزن دا نور چې دي هېڅ د اشغال و د دې خبرې نه کوي چې ډارېږي چې یوارې د امریکا توره په داخلو نه لګېږي څوک مړې نه کړي کوم توتیا وروانه چې ډېر ډارېږي هغوی دا خطر هم نه مني او دا یې وایي دا په هغه کې ما هم تایید کړي دا ځینو ویلي چې ولې حکمتیار ته غواړي تایید کړي دا دې باید نه وایي کړي دا هغه مګر ما ویلي زه خپله حکمتیار خو ضرورت نه لرم حزب تایید ومه نه هغه حزبیانې چې ډېر بد دي ترې جدا شوي دي دروغ وایي غلا کوي هغه مې هم رد کړي نافیه کړي مې دي مګر دا حکمتیار که حزبي هم نه وایي یو عادي سړی د سړک وایي کې خبرې کړې وایي هغه
ما تاییدولی زه کومه توقع نه لرم او د تا خبره درسته په مغه ډله کې په همدا ولسو نفرو کې د ښې جانانه خبرې وکړي هغه د خلکو په افکارو تاثیر لري او خلک روښانه کیږي له بلې خوا خپله په اعمالو کې نو بیا خلک دي نو تبصیرې کوي څه ورته وایي په آبادو بدترو بدترین کې چې سړی واقع شي خو وایي دا ښه ده نو هغه خبره دې درسته ده دا یو داسې نه دي ویلي چې زه د امریکا غلامي کوم امریکا ډېره ښه ده دلته دي د موږ همکاران دي ما ته ډېرې روپۍ راکړه او دا موږ حزب تقویه کړه دا یې نه دي ویلي خو همغه یعنې نقد کوي نو په همغه بخش کې زه هم نظر یم نور نو بیا چې څه ترې جوړېږي د افغانستان وضع وروره دومره خطرناکه وه قدم دا اوس هم دا طالبان چې نیم افغانستان ورسره ده همدا شله دي چې دا خبرې ولې قطع شوې امریکا ته احتیاج هم دي په یو حساب چې یو لوی ابر قدرت ده یو داړه مار یو خطرناک مار ښامار ده چې دې خېټې له افغانستان نه لرې شي کینې چې ډېر بد زار لري ډېر بد حملې کوي وروره دا عراق یې داسې کړی ده چې تیکه تیکه یې کړی یو وارې خو په همه ګالف وار کې هغه اولو حملو کې چې بیا صدام پاتې شو عراق یې تیکه تیکه کړ څه څه داستیو دارایي وه زیرو زبر یې کړد بیا پسې ورغلې بیا یې تیکه تیکه کړ د عراق ته چې لاړ شي هغه تمدن موزیمونه تاریخي هستي چې دا هغه غونډې ګډ وډ کړي هېڅ هغه عراق نه ده همدا لیبیا ته چې ورننوځي هغه رسوخ هغه هغه ښه نوم په دنیا کې هغه هغه یې ګډ وډ ورته کړی د هر هېواد ته چې امریکا یا دا نور ورننوځي دغه اشغالګران دا د استکبار او د استعمار هغه همدا ده مشخصه چې هغه وطن په هر څه په هره هستي باندې کار کوي چې بربادي کړي نو یې دا خبره صحیح ده او دا اسانه کار هم نه ده همدغه اوس حکمتیار هم دومره هم چې کوي آفرین یې نسبت خو په صورت نسبي مقایسوي موږ یو تاسې غږېږو و خپل اشرف غني چې دا خو ولاړ یې احمد سور ته وایي برچپک هم هغه نوکرې خاص هغه ده بیا عبدالله هم هم هغه په دغه جانکیري چې راغی چې دوی ته لاسونه یې د دواړو جګول هر یو خندل هغه ته قدم جګ و دوی واړه واړه دي بیخي شرماور وو د تاریخ د افغانستان باندې بیخي یو خجالت دا خو ډېر بد تصویرونه دي یو وخت دې ما یادېږي چې دغه حکمتیار او رباني صاحب د اسحاق خان هغه د پاکستان جمهور رئیس له لاسونه نیولي چې سره پخلایې کړي هغه اکثر چېرته پراته چې ګوره دا د پاکستان غلامان دي دلته علنا رئیس جمهور دواړه لاسونه ونیول هغه یې کړل یا رباني صاحب یا د حضرت صاحب د پاکستانیانو مقرر کړل که نه یو ته شپږ میاشتې یو ته دوه میاشتې هغه ورکړې په همدا پاکستان کې هغه شول دوی راولېږل شول نو مګر دا وضع ډېر یو بده وضع ده خدای دې پایان ورکړي بلې سلام علیکم هلو السلام علیکم آقای خطاب وعلیکم السلام و رحمت الله خیر و خیریه تشکر زنده باشی آقای از خطاب اول عرض سلام خدمت شما دارم و بعدا باید اقرار به ای کنم که برنامه شما پر معلومات است و خیلی برنامه خوبی است که حقایق در او گفته میشه اما متاسفانه نه همه حقایق و این مشکل شما نیست و این نقطش از شما من نمیدانم من از آقای خودان خواهش میکنم که بیاین سهم بگیرن و همین حقایق از تامه تانند با یک داری بسیار فراخ بیان بدارن من یک در گفتار در بخش اول گفتارم آقای خطاب یکی از پیامی بر یکی از برادر ما دارم که به اسم احمد شاه همیشه وقتی که برادر ما میایه صحبت میکنه یکی از پیشنهادهای و یکی از راه های حلی که همیشه پیشنهاد میکنه آقای خطابی است که میگه باید ما افغان ها افغانستان با یک تنور تبدیل کنیم که بیخی دیگه هیچ راه حلی نمانه همگی راه ها غذا خانه و همه چیز بیران شد و هیچ راه حلی نمانه بجزی که مردم مجبور شد و قیام کنه بخیزه بله شاید راه حل باش یک راه حل باشه برادر احمد شاه اما پیام من به بنی برادری است که اگر شاید خانه خود آقای احمد شاه در افغانستان می بود این راه حل پیشنهاد نمی کرد آقای احمد شاه این پیام من به برادر ما است و مسئله دومی که من می خواهیم عمده در این برنامه شما بیان بدارم آقای خطابوی است که
بله برای ما تو همه افغانای ما این سوال خلق است که چرا آقای حکمتیار که همیشه همیشه سالهای سال مبارزه میکرد و استقلال طلب بود ضد اشغالگرا به قول خودش میجنگید و همیشه همیان هم گفتارهای ضد اشغالگرا هست، چرا باز فعلا آمده و داوطلبی خود کاندید کرده که نوکر امریکا و زیر اشغال زیر یوغ اشغال بره؟ یه من بسیار چرت زدم که چرا یه پشت از این چیم یک معمای بوده میتاند چرا چونین است و من با یک نتیجه رسیدم که این نظر شخصیم است، شاید هم نظر ما شما نباشین، میتونین بعدا نظریات تان شما هم بگوید. و این نظر من از آقای خطاب که در حقیقت امی آقای حکمتیار یک کاندید از طرف طالبا همچنان در حقیقت است که ما افغان همیشه سوال ما یک سوال دیگه ما ای است که چرا طالبا اگر رای صلح را اختیار میخواهند بکنند پیش بگیرند و ادعا به ای دارند که مردم افغانستان طرفدارشان هم است، چرا پس نمیایند به انتخابات پیش نمیشند؟ و در پشت پرده به نظر من آقای حکمتیار یکی از کاندیدای منتخب طالبان است که 95% اهداف طالبان و اهداف آقای حکمتیار یک چیز هم هست و قسمی که آقای حکمتیار در یکی از رسانه‌های تلویزیونی گفتند که ازشان سوال شد که دمی طول سالهای سال از دیدای کمبورا کسایی که در قدرت بودند که یکی از بهترین ها به نظر شما هست که نسبتاً به افغانستان خدمت کرده و او جواب از او این بود که ملا عمر باید اقرار کنم که نسبتاً یکی از کسایی بوده که اگرچه از حزب منیز و من باید اقرار کنم که یکی از کسایی بوده که بر افغانستان نسبتاً خدمت کرده و استقلال خواسته. پس از این معلومش آقای خطاب که 95% اهداف اینا یکی است و اگر آقای حکمتیار فرض کنیم رئیس جمهور فردای افغانستان شوه، چون اهداف اینا یکی است دیگه مانع میشه به این که افاکر ما سلاح بوردارند و امرای طالبا بجنگند، مانع از این میشه و طالبا همچنان امرای چونین دولت میپیوندند و امی استقلال طلبی از درون دولت یک جای شروع میشه، از زیر حلقوم آمریکا میبرایند و بر شمشیر در زیر زناخش میزنند و یکی دنیا خلاصه میفهمیدی چی میشه، یکی آزادی میشه و آمریکا مجبور و مکلف میشه که ترک بگوید. بله تشکر شد تشکر شد نظریات خوب است. خوب چی میگم، او انتباهات است، نظرات انتباهات شده میتونه در حالی که حکمتیار قوتی عملی همی خود متن انتخابات نمره است، ضروری نیست که همی کاغذ هم شما در یک صندوق برین شمار کنین، حال یک ماشینه که دیگر کشیده بایومتریک که او را میبینه و که باز نمیدانم انگشتی از درست است نیست و میخوانه نمیخوانه، در کلش گدوت بشاری ها شکایت میکنه که نام مایش در لست نبود و ما بایومتریک هم بودم و باز ما تو نشد و سب کلی چیزها گدوت است از لحاظ خود تکنیکی، بازو در یک سرور میه مو یک ماشین مرکزی به نام سرور کلان همی بعض تلویزیون ها هم یعنی همی در فیسبوک و اینا ما به یک سرور روان میکنیم، باز سرور پس در میفرسته کلان یک ماشین است که به میلیون ها دیتابیس قید کده میتانه در دو ماشین مرکزی میه، کلی از او به اونجا وصل است، مثل که جو یک جوی ها به یک بحر وصل شده باشه به مقابل در سرور مرکزی میه، باز در اونجا در سرور مرکزی دیگه باز نمره است، فرزن اگر اونجا 1000 بود یک نقطه دیگر هم که پرتی 10000 میشه، تو ضرور نیست که آدم لاین بسته کنم یک نقطه سب چی میگه فیل قیل میسازه، اونا میتونه بگه که اینمی آدم فلانی برد، اگر همی خطر متصوره از حکمتیار باشه و که باز خود کاندید کرده و باز برای طالبا و باز طالبا نمیدانم برنده شد و باز زیر زنخی از باز شمشیر ورداره و باز چی کنه،
خوره میخوای میگه نیخوای عبدالله برد برنده شد عبدالله مزدوری ماست کل بدین حکمتیار یک چل زده بود که ما را یک وقتی از بین ببره و هم مشار مردم هستند و امی جمهوری عرض کردیم بارها تحلیل به این بوده که امو گپی آخر اونا میزنه گفته امو کارتونی را که ما دیده بودم مشار جالب مشار معنا را افاده میداره وقت هم امی هست اونجا ترامپ عکسش را گرفته انداخته باز از اشرف غنی را و نمیدونم چند کندید دیگه یارو گفته که شما برین انتخاباتتان رو کنین مگر باز انتصابات ما میکنم که کی را ما میگمارم شما بدوین هر چیزی که میکنین امو روزتان رو گم کنین زیر دموکراسی باز که کی را ما انتخاب میکنیم کی نفر ماست و از افغانستان خود زیر یک سلطه قرار داره این کل چیزا تزویری است سختگی است دروغ است مردم میخواد اخفال کنه که علی دموکراسی است و علی نمان و آفرین و انتخابات به صندوق و یک 200 تلویزیون صاحب بالا که شب و روز که اون شمار کرد و که علی این صاحب معاون انتخابات بازو می باز وزیر دفاع میاره که ما ضربات کو بنده زده ما آفرین قوای مسلح افغانستان عجب مردم هستین شیر هستین پلنگ هستین از وطنتون دفاع کردین و صاحب ما تبریک میگیم به قوای مسلح افغانستان و که فلانی و که تبریک نگو بیادرم یک 45,000 که مرده و خود تقریبا هر نفر یک ده نان خور داشت بر از ما یک نان و او بتین ولی او کسایی که زنده است رو تبریک میگین و که مرده او را یک بودیجه باید داشته باشین که اونا را هم سیر کنین یک چیزی برشان برسن تبریک چی بدنشان میخو ماششان زیاد شد یک چیزی شد بده خطر ما قرار میتین برای وطن فروشی روان میکنه وقت دفاع از ملک نمیکنن همین قوتی و بکس که اونا مراقبت میکنن با قیمت جان خود خون خود و خب با درقت دور سوق میتین که وطن تان بفروشین زیر سلطه و قماندی یک رژیم امین نانخور و اوخور ما زیر چه فرمان دیگر ها یعنی وقتی شما اگر همین قوای عسکری افغانستان ببینین خب کلشان یعنی تکیگاهشان همین دلار امریکایی است که میت کار میکنن یعنی در حقیقت شما اردوی ملی ندارین مستخدمین امریکا را دارین لباس عسکری به جانشان کده و را به جنگ سوق میته و در برابر طالب افغانستان و همین از این یعنی یک اخفال است یک دروغ است یک مهندسی شده یک کار است برای از این که بالای مغز شما کار کنن و افغان ما میگم بیدار شود یعنی ما این چیزایی که میگم در عقل ما میره میگه که دروغ است اخفال است باید چی نکنه حکمتیار رو امریکا نخواهی ولی یک ثانیه هم سر چوکی انتخاب چی میگه جمهوریت بینشینه و سر باز امر و فرمان صادر کنه و باز آزادی داشته باشه و بازی که ولی اگه بانه میشه و الان امریکایی ها برای این از افغانستان که ما آمدم نه و تو نیست برای حکمتیار هم تو زور و قدرتی که در برابر امریکا استاد شد و بازوار بگه اینا شمشیر داده است ماست دمی پاناما اینجا که بود اسمش فراموش کردم دمو آوانی که ما نو امریکا آمده بودیم یک شمشیر گرفته بود زده امریکا که ولاغ بانو موسیب سر ما امر کده نمیتونه باز رفتن و سایبم مرغ که از مرغانچه میکشن آوردن هم یعنیم دمی نیویورک زندانی سم یعنیم شاید زنده باشه انداختینش سربازمون چی میگه دنبش گرفته افغانستان خود کس قدرت نداره در برابر آو طالبای مست مستی که قربانی هم میته و جنگ هم میکنه واو فرق میکنه با این کسایی که یا خود تو کدیگی دم کابل میگردن ای مولا ضعیف که نمیدانم وکیل آمد یکی دیگه قلم است که چی بلاست از این امر بالمعروف طالبا با امرای دکتر عبدالله بیعت کرد و روز میدیدم گپ میزد یک چند تا مولانا و مولوی های سختگی خودم آورده بودن بعضی طالب هم ولی مرغای به گیل میتره این طرف طرف میگرده هیچ نه جنگ هستن و نه از چی میگه نه ده خراب ده و نه ده ترپ اون و باز میره زیر زنخ این و آن خدا برابر میکنه او طالب های اصل کنده طالب که هست و فرق میکنه او نه به پول راضی میشه و نه به مبلغ و نه به این چیزهای چه وقت نمیگذاره او اصل خطرناکی هست و نو هستن دیگه و باز از خود یک ایدیا و باور دارن و گفتی همو بازی همو لباس های میگه یک طالبه که یک جای شهید میشه میکوشنش و لباسی از رو که میبینین یک پیران تنبان دا جانش است یک چپلک و حتی جراب هم ندارن
باز با پاسپورت هم ندارن شناخته پاس و که دیگه که علی پاکستانی است و دیگه است که دروغی را که اینا میگن. مگر ایدگار که علی که 300 دلار امریکایی در جیب و صاحب که باز در قرارگاه های نظامی و با سر تانک سوار و صاحب قمانده به دست قماندان صاحب و 1-2 میلیون مرمی جاغور پرکدگی و صاحب برو به ناز و نعمت و هلیکوپتر امریکایی بالای سر از اینا و او فرق میکنه. به او حال به او لحاظ من نمیدانم بیادر ببینیم که چی میشه. به هر حال برنامه ما با همینجا به پایان میرسد. لینا مشغول است. من معذرت میخواهیم نمیتانم اما را جواب بتون برنامه بعدی در پیش است از آلمان از هامبورگ. تاسی دوستانو هر یو په خدای سپارو په مخه ښه انشاءالله په سبا به بیا سره غږیږو په مخه.